بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، دوم ماه اکتبر 2020، 11 مهر ماه 1399. متاسفانه چند روز پیش مطلع شدم که خانم نیر قربانی، ایروانی قربانی، از دنیا رفتند و ایشان با وجودی که با من اختلاف عقیده داشت در رابطه با سیستم پادشاهی و جمهوری و اینها، ولی دوست خوبی بود، انسان شریفی بود و حتی تلویزیون مردم را هم حمایت میکرد. در هر صورت هممون یه روز رفتنی هستیم، به قول دوستان میگن دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. روان شاد، یادش گرامی باد. و من اونایی که فرزندشون را از دست دادن، حقیقتا چون میبینم مادر خودم چه دردی رو میکشه، هر روز به اصطلاح اینها اون مکافات رو دارن تحمل میکنن، وقتی میرن میگم خب اگه باور داشته باشن به یک دنیای دیگه، بالاخره به محبوبشون میرسن، فرزند دل بندشون میرسن. اگرم باور نداشته باشیم که اقلا از اون مکافات و قصه و دردسر و اینها به اصطلاح کم میشه. در هر صورت خانم نیر ایروانی قربانی هم رفتند از بین ما و اگر روی صفحه فیسبوکشون میبینید که چیزی نوشته میشه، خانوادرشون به احتمال زیاد دخترشون ایشون هست که این کار را انجام میده. ما هم تسلیت میگیم و امیدواریم که ما رو در غم خودشون شریک بدونه. و اما از کجا بگیم؟ اکتبر سورپرایز. میدونید که همیشه در آمریکا ماه اکتبر با یک، حالا این سورپرایز رو بعضی ها به کلمه مژده ترجمه میکنن، بعضی ها ممکنه حتی سورپرایز یه چیز بدم باشه. در صورت خبرهایی که توی آمریکا هست از هفته پیش شروع شد، حتی قبل از اکتبر، ماجرای برملا شدن و برگه های مالیاتی ترامپ شارلاتان، و نشون میده که این آقا همون جوری که همه فکر میکردن، اونایی که تحقیق کرده بودن، خیلی بدهکاره. اصلا اونجوری که میگه موفق نبوده در بیزینسش، اونجوری که میگه آمریکا رو دوست نداره، مالیات پرداخت نمیکنه، از هر جایی که تونسته پول گرفته، بیش از 1,000,000,000 بدهکار هست و ماجراها یکی پس از دیگری میاد. آخرین خبر این بود که دیشب ساعت 1 صبح، حقیقتا امروز صبح، خودش اعلام کرد که هم خودش و هم همسرش مریضه. همسر که چه عرض کنم، عروسکی که خریده گذاشته اونجا، مریضن، یعنی مبتلا شدن به کووید. و کووید 19 وقتی شما سنت بالا باشه، وزنت زیاد باشه، مریضی قلبی یا مریضی های دیگه داشته باشه که این داره، شانس به اصطلاح وقتی شانس مبتلا شدنت که زیاده، هیچی، شانس این که بهت ضربه بزنه هم زیاده. بعضی ها که جوانتر هستن و اینها میگیرن بدون این که مبتلا میشن، بدون این که اصلا اون سیمپتوم یا عوارضش، سردرد و نمیدونم تب و حتی دایریا، اسهال و اینها باشه، و به عنوان ناقل. و گویا همین اتفاق افتاده و در هر صورت وایت هاوس یا کاخ سفید یکی یکی الان هی دارن اعلام میکنن که اونم گرفت، اونم گرفت، اونم گرفت. اولش یک خانم نسبتا جوونیه که این چند مدت پیش هم ماجرا ساز بود، خانمی به نام هوپ هیکس، که از اون قسمتی که کار میکرد کردنش بیرون، دوباره یه جای دیگه سوراخی براش پیدا کردن و فقط مسئله اینه که اینا پول بسازن. آمد داخل و اینها، و اول اون حالش بد شده، یعنی دیگه از مبتلا بودن هم گذشته و عوارضش نشون داده، بعد که آزمایش کردن دیدن که داره. بعد خود ترامپ شارلاتان امروز گفت که عوارضش خیلی مایله، یعنی شدید نیست. حالا ببینیم، چون این همه چیز رو دروغ گفته تا حالا نمیشه باور کنه. برای من خیلی جالب بود و خنده‌دار بود که آقای پیروز محبی
اینها همون دایجان ناپلئون و دسیسه های انگلیس و اینها، وقتی آقای داور فوت شد ایشون نوشت که حتما آخونده بهش فلان، حتی اسم نوع اون چیز اتمی رو هم آورده بود، داروی اتمی رو دادن. امروز ایشون نوشته بود که دموکرات ها وقتی که نتونستن با نامه سم‌آلود ترامپ رو از پا بندازن، حالا با ویروس کووید. عزیز من آقای محبی، شما دیگه چرا؟ شما وقتی با علوم، با ساینس جنگ میکنی، ساینس که از بین نمیره، نابود نمیشه که، شما نابود میشی. وقتی این مردک میاد هی اینجوری اینجوری راه میره، ادای نمیدونم چاله میدونی ها رو در میاره، ماسک نمیزنه، بعد باور داره که خدا اینو گذاشته سر کار، درست مثل شاهنشاه آریامهر، خب میگیره دیگه. چرا شما زور میزنی؟ چرا زور میگی؟ آقای ماهبی آدم خوبیه، ولی یه مقداری توی هنوز اون سالهای قبل از انقلاب و اینها مونده و در جا میزنه. اگه دوستاش یه روز میتونه در رابطه با همین موضوع یا موضوعات دیگه چند دقیقه مهمون برنامه باشه و با ما صحبتی داشته باشه. شما هم میتونید مهمون برنامه باشید، شما هم میتونید برنامه داشته باشید در تلویزیون مردم. من بالاخره هر کی از شیراز رد میشه، این هوا و باد به اصطلاح نسیم حافظ و سعدی و اینها بهش میخوره و یک کمی حالت شاعرانه میگیره. داشتیم یه شعری، بهرام که خود همیشه گور گرفت، دیدی که چگونه عاقبت گور گرفت، یه هم چیزی که یعنی بهرامی که شکار میکرد و اینا. من امروز نوشتم ترامپ که همیشه با دوز و دلک از اینجا و اونجا وام گرفت، دیدی چگونه کرونا گردن ترامپ گرفت. حالا ببینیم چه به سرش میاد، ماجراهای برگه‌های مالیاتی ترامپ و از اون طرف، یعنی ما بیچاره هستیم که از دست ایران و آخوند و مزخرفات و خرافات در رفتیم، اومدیم اینجا، دیدیم اینجا هم داره همون جوری میشه. روحانی هم که در آخرین صحبتایی که کرده و اینها گفته که لعن و نفرین رو به آدرس وایت هاوس یا کاخ سفید بفرستین، حتما فردا هم میاد میگه دیدی بهتون گفتم نفرینا رو فرستادید، کرونا رفت اونوری، در صورتی که خودشون هم یکی پس از دیگری آخوندا مبتلا میشن. و یه آقایی بود که یه جوری هم مثل لاتای چیز حرف میزنه، یکی هم گفته بود این از عرق‌خورای اصفهانی بوده بعد آخوند شده و اینها، اون میگه برید سینه بزنید هیچ اتفاقی هم نمیفته، بعد دیدم لنگان لنگان دارن میکشن ببرنش دوا و دارو و اینها. و خلاصه روزگار غریبی است نازنی، چه کسی رو میشه باور کرد؟ من نمیدونم، یعنی دنیا که این کشورهای پیشرفته و غرب و اینها به این روز افتادن، دیگه وای به حال اون کشورهای پسرفته و عقب افتاده و به قول آقای کاووسی جهان پنجمی. روحانی گفت لعن و نفرین رو به آدرس کاخ سفید بفرستین و آدرس عوضی به مردم ندید. من روزا وقتی بیکارم یا دارم یه کاری انجام میدم، همینجور گشت گذاری میزنم توی اینترنت و توی فیسبوک اینها، ببینیم دوستان اینجا چیزی نوشتن. من بنویسم آقای ماسالی نوشته پیشنهاد ماسالی درباره اتحاد عمل و ائتلاف برای بچیدن. حالا دیگه آقای رضا پهلوی یه حرفی زده، این دوستان هم به اصطلاح هی میخوان عقب نیفتن و جنبش ها و نمیدونم اینها. آقا شما بگید در 40 سال گذشته با چه کسی اتحاد کردید، متحد شدید، که حالا میای میشینی اونجا میگی مردم متحد بشن برن. اون وقتا بود این پادشاه ها میگفت مطربان بنوازن، نمیدونم ساقیان بران کنن، مردم بنوشن. آقا اینجوری نیست، متاسفانه. امروز دیدم که آقای فرزاد نیساری، این همشهری عزیز ما، یه ویدیویی گذاشته که کامیون ها اعتصاب کنن، اگر اعتصاب نکنن مردم آتیششون بزنن. میگم خب آقا کامیونی که مثلا داره دارو میبره، کامیونی که داره مواد شوینده میبره، کامیونی که داره خوراک میبره، کامیونی که داره شیر بچه میبره، کامیونی که داره بنزین میبره برای مردم، کامیونی که داره نفت میبره برای مردم، مردم برن بسوزوننش. آخه این که آنارشیسته، این که فاشیسته. و شما به جایی که مردم رو تشویق کنید اینجوری دارین تهدید میکنید. خب آخوند استفاده میکنه، بگه بفرمان. امروز که اینا کاری نیستن،
خودشون در سواحل امن آمریکا و انگلستان و اروپا نشستن، اینجوری میخوان شما رو پایین بیارن و بهتون دستور بدن، فردا اگه یه قدرتی گرفتن چه کاره میشن؟ اتفاقا خواستم ازشون، چون هفته اولین جمعه ماه اکتبر هست، ما اولین جمعه ها سعی میکنیم با آقای فرزاد نیساری باشیم و از اون ور با آقای سعید عباس سعیدی باشیم. آقای سعیدی ماشاءالله تماس نمیگیره تا اون لحظه های آخر. امروز اگه تماس بگیرن ساعت 6 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، 3 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا با آقای عباس سعیدی خواهیم بود، چون اتفاقات زیادی افتاده در این سه هفته که ایشون نبوده و آقای نیساری هم گفتن که این هفته کار دارن و هفته آینده بشه بهتره. شایدم نوشته من رو که دیدن فکر کردن که امروز بهتره سراغ سوربی نیان و هفته آینده بیان. در هر صورت آقای نیساری، من بازم خدمت شما عرض میکنم، کار شما و دوستانتون اینجوری به جایی نمیرسه که شما بشینید یه نفر یه چیزی بگه، شما درباره اون یه عکس العملی نشون بدید، یا شما باید بشینید اول ببینید میخواین چه کار کنید، یارگیری کنید، ببینید یارتون کیه، وسیلتون کیه. آقا من میگم شما یه قفس نه، یه خونه ای میخواید بسازی برای پرنده ها بیان دونه بردارن، اول چوبشو پیدا میکنی، سقفشو پیدا میکنی، کجا آویزونش کنم، با دوستت صحبت میکنی، با یکی میگه آقا اگه اینو گذاشتی اینجا نمیدونم که حیوانای دیگه میان فلان اینا. و شما یک کشوری رو با 80 میلیون جمعیت همینجوری چاکی نمیشه. درباره 80 میلیون یه فیلمی دیدم از آقای پرویز صیاد، نشون میده مال 25 سال پیشه توی کالیفرنیا، اون موقعی که ایشون آمده بود و حالا تازه بعد دیگه جا افتاده بود و دوربینی دست گرفته بود و راه افتاده میرفته گزارش تهیه میکرده به قول خودشون از ولی آباد منطقه ولی، دوستان ایرانی به خاطر اینکه اجاره و اینها کم بود و رفتن اونجا و به اصطلاح اونجا مستقر شدن، بعدم بهش گفتن ولی آباد به شوخی و دیگه جا افتاد. خانم سوسن اونجا زندگی میکرد و سوسن میدونید خیلی خواننده مردمی بود، به همین خاطر هم توی رادیو تلویزیون یه مدت اصلا راهش نمیدادن، چون رادیو تلویزیون جای اونایی بود که پارتی داشتن و آقا این آخونده حکومتشون دنباله حکومت شاه. اون موقع ضابطه نبود، رابطه بود، الان هم ضابطه نیست، رابطه هست. بگذاریم، خلاصه پرویز صیاد میاد یه فیلمی رو، گزارشی رو تهیه میکنه از خانم سوسن که حالا چجوری باید بشینه تو آشپزخونه رستوران تا بعدم بره بخونه، یا حتی بعضی شبا میره اونجا میبینن که امشب مهمونیه فلانه، میگن نه امشب نمیتونی بخونی، میگه این لامصبا اقلا به من خبر نمیدن که من اینقدر بلند نشم بیام اینجا، چون من رانندگی نمیکنم و باید یه نفر بیاد، اون موقعم که اوبر و اینا نبوده. خلاصه آقای پرویز صیاد با شور و هیجان میگه که خانم سوسن خیلی طرفدار داشت، فکر کنم 100,000 نفر طرفدار داشت. خب اینو میشه بگی از رو فروش اون صفحه ها اینجوری حساب میکردن که چه کسی بیشتر طرفدار داره، آقاسی فکر کنم دیگه نمبر وان. خب ولی وقتی مصاحبه میکنه با سوسن، سوسن میدونید که از لحاظ سواد و اینها خیلی وضع خوبی نداشت، سوسن میگه که من فکر کنم من 15 میلیون طرفدار داشتم. بعد بلا فاصله صیاد این 15 میلیون میگیره و میگه حالا 15 میلیون طرفداران سوسن آخونده دوزیدنشون و میگن بیان بشینیم ما تلویزیون. میگم آخه آقا اون موقع جمعیت ایران 30 میلیون بوده، 15 میلیون طرفدار سوسن، اصلا 15 میلیون رادیو و رسانه و اینها نداشتن، خلاصه کارمون خیلی خرابه. اینو ول کنید بریم سراغ آقای رضا بیکمان وردی و آقای میبودی. آقای میبودی و رضا بیکمان وردی و سهراب اخوان نشسته بودن صحبت میکردن. میدونید که رضا بیکمان وردی هم کشتی کج میگرفت، هم کشتی گیر بود و توی فیلم های ایرانی و اینها اومده بود و من بعدن فهمیدم از طریق همین برنامه که توی سفارت آمریکا هم کار میکرده و اونم حالا مثلا میگه که من سال چهارم تو دبیرستان، سال چهارم طبیعی که بودم ول کردم رفتم، چون خانوادهشون احتیاج پول داشته رفته توی سفارت کار کرده.
سال چهارم طبیعی دوره آقای رضا بیگمان وردی، اون موقع سال چهارم نداشتیم، سال سوم دبیرستان دیگه میشد دیپلم. اگه سال سوم بودی میشد کلاس نهم، سال ششمش بودی میشد دیپلم. اینها خلاصه بعضی از دوستان هم یادشون رفته هم داخل یادشون رفته یه دروغایی میگن. حالا رضا بیگمان وردی هم مرد و اگه خدایی از رحمتش کنه، اگه نه روانش شاد یادش گرامی. اتفاقی که از دوستان قدیما به من زنگ زد از کالیفرنیا که این برای یه شرکتی کار میکنه، اگه میخوای بیا براش یه کامیون بخر که شریک بشی و اینها. گفتم نه نه نه، من یاد گرفتم با فامیل و دوست نه کار کن نه شریک شو، فامیلی تو دوستی تو نگه دار. خلاصه ایشون تو جاده ها رانندگی میکرد، کامیون به اصطلاح از کالیفرنیا پردوس همین میوه و نمیدونم سبزیجات و اینها میورد برای بوستون و اینها، سه روز میومد سه روز میرفت و بماند، اونو کار نداریم. ولی در صحبتاشون یه آقایی زنگ زد، خب همون جوری که اون کسی که میشینه اونجا به اصطلاح رجز میخونه، همون جوری که اون یکی که میشینه اونجا چی میگن اگزاجوریشن قلوف میکنه و اینها، خب بیننده ها هم کم نمیارن ماشاءالله. طرف زنگ میزنه قربونت برم، شاخت چه تیزه، نمیدونم دومت چه نرمه، فلان اینها. یه نفر زنگ زد گفت آقای بیگمان وردی، من خیلی عاشق شما هستم، ولی از شما از من عاشقتر پسر خالم بود که تو کاشان زندگی میکرد و چون فیلم ها میدونید اول تهران نمایش میدادن بعد یه هفته میمد شهرستان، یعنی انقدر وضع سینمای ایران بد بود که اینا چند تا کپی نمیزدن که همزمان بیاد، باید این میرفت. حتی اگه توی شهری دو تا سینما نشون میداد، اگه دیده بودین این ساعت 7 شروع میکرد اون ساعت 8، فیلم ها دو قسمت بود، 7 تا 8 نشون بده این با موتورسیکلت با موتور گازی با دوچرخه حتی با پا بره فیلم رو بده به اون سینمای دیگه. و خب بدم نبود، مردم اگه 7 نمیتونستن برن 8 میرفتن یا 3 نمیتونستن برن 4، بالاخره سیستم خودش بود. ولی میخوام اینو بهتون بگم، طرف گفت که پسرخاله من چون شما رو دوست می‌داشت و نمی‌خواست معطل بشه که فیلم شما از تهران به کاشان بره، با موتورگازی. دوستان موتورگازی شما می‌دونید چیه؟ یه موتور تکسلند کوچولو که حقیقتاً یه دوچرخه‌ای بود و اگه بنزین هم نداشتی می‌تونستی پا بزنی بری و این بنزین و روغن با هم می‌سوزوند، یعنی موتوری به اون صورت نبود. یک کلاچ اتوماتیک الکی هم داشت، گاز میدادی شروع میکرد حرکت کردن، نه دنده ای نه چیزی. این آقایی که زنگ زده بود، برید نگاه کنید، فکر نکنید من دروغ میگم یا دارم اگزاجوریت و قلوف میکنم، گفت میگفت با موتورگازی از کاشان میومد تهران دنبال من، میرفتیم سینما. دوستان کاشان به تهران برید توی گوگل بزنید 240 کیلومتره، 240 کیلومتر. من فکر نمی کنم این موتورسیکلتا ماکسیموم سرعتی که میرفت 30 کیلومتر در ساعت باشه، ممکن بود 20 کیلومتر میرفت، حالا ما میگیم 30 کیلومتر. آخه من نمیدونم چرا مردم دروغ میگن. چه اجباری داری زنگ بزنی به طرف بگو آقا من پسر خانم هم اینجوری بود، بعضی وقتا میومد تهران، دیگه اقلا نگو با موتورگازی. با موتورگازی من خودم یه سالی حماقت زد به سرم، رفتم تهران، رفتم اون جاده ساوه و نمیدونم اینجا، موتورسیکلت روسی خریدم به خیال خودم که با این بیام ایران، بیام شیراز. وایسادیم یه کمی هم روشنش کردیم و آب بندی بشه یه نصف روز و اینا، آقا راه رفت افتادیم رفتیم تا بهش زهرا، دیدیم اصلا نمیشه، باد ماشینا اونجا وایسادیم گذاشتمش روی تریلی رفتیم شیراز. تازه حالا اون موتور سنگینی بود، اسمش هم یادم نیه، موتور قرمزی بود، اگه یه روز عکسش پیدا کنم بهتون نشون میدم، چه افتضاحی هم بود. اونم موتورای روسی چیز میسوزند، روغن و بنزین قاطی میکردی و اینایی که اینجوری مثل که دو موتورن مثل همین چیزای مال چمنزنی و اینا، خیلی افتضاح بود. در هر صورت این از آقای رضا بیگمان وردی که طرف از موتورگازی با موتورگازی از کاشان تا تهران میمده، دروغ به این بزرگی. میگن یکی گفت که داشتن دروغ میگفتن دوستان برای هم دیگه، بعد یکیش گفت که آقا من یه چاهی کندم اینقدر عمیقه
اون گفت که نمیدونم من یه مناری دزدیدم. اینجوری گفت آقا مگه میشه منار به این بزرگی رو کجا میبری؟ گفت تو چاهی که تو کندی. یعنی دروغگوها حریف هم میشن. سالها پیش یادمه همین آقای رضا بیکمان‌ویدی براتون بگم وقتی داشت تعریف میکرد و مقایسه میکرد اون دوران رو با این دوران، گفت که آقا اون دوران خیلی خوب بود، به ما خیلی احترام میذاشتن. من براتون یه چیزی بگم، ما یه فیلم میخواستیم پر کنیم، گویا ایشون کارهای تهیه کنندگی هم انجام میداده، ما یه فیلم میخواستیم پر کنیم، حتی نامه داشتیم از دفتر شاهنشاهی. حالا چرا فیلم پر کردن باید از دفتر شاهنشاهی نامه داشته باشن؟ اونم از معجزات حکومت پادشاهی بود و بردیم یه جایی ندادن. بعد من رفتم چون لباس ارتشی پوشیده بودم برای اون فیلم، رفتم طرف گفت تو رضا بیکمان‌ویدی هستی؟ حالا اون مثلا یه سرهنگی بوده یا تیمساری بوده، رضا بیکمان‌ویدی هست اینجا چه کار میکنی؟ گفتم اومدم اینجا. گفته آه اون نامه نه ما نمیدیم فلان، ولی به خاطر تو من میدم. چی میخوای؟ گفت تانک گرفتم ازش، هلیکوپتر گرفتم. گفتم خب عجب مملکت تخمی بوده، عجب مملکت خرد و خری بوده که حتی به دستور شاه و دفتر شاهنشاهی به شما ندادن، که تازه اونم بی خود بوده. بعد اینجوری همین نشون بده که رابطه بوده و ضابطه ای نبوده. اینو شما داشته باشید دوستانی که از خودتون ممکن سوال کنید که چرا انقلاب شد. خب این رضا بیکمان‌ویدی بود. رافی خاچاتوریان برید تا نگاه کنید، فکر کنم با آقای اکبر لیمونادی داشت صحبت میکرد راجع به چجوری اومدن خارج و اینا، کوچ ایرانی ها یه همچین برنامه بود. بعد رافی با آب و تاب تعریف میکرد که اینجوری شد و من اسیر شدم نتونستم بیام اینها بیرون. بعد یه هفته بعد از انقلاب رفتم تو فرودگاه و اینا، دیدیم آقا با این صف اصلا کار من نمیشه، ولی من شانس آوردم. طرف اومد گفت تو اینجا چه کار میکنی؟ گفتم دارم میرم. گفت بیا جلو صف. ببین خودشون دارن میگن که آقا مملکت الکی بوده. دیروز یکی از دوستان یا پریروز یکی از دوستان از وبسایت kodum.com فکر کنم ری نوشت برای من که این خانم زیا آتابای، یا فکر کنم پروین آتابای هست، ایشون چند سال پیش هم سر زبون ها افتاده بود. اگه کسی لینکی داره بعدا رو فیسبوک بذاره، سر ماجرای سو کردن و اینها بود. میگفتن ایشون اینو اونو سو میکنه یا بالاخره نمیدونم هر چیه ماجرایی بود. خانم پروین آتابای گویا آمده نوشته که این مزخرفاتی که نوشتید راجع به پسر زیا آتابای درست نیست و زیا آتابای سرطان نداره، اون اینجوری نیست و اینا. من یه فیلمی دیده بودم راجع به تومور، حالا نمیدونم تومور سرطان نیست، تو سر زیا خودش حتی وقتی رفت تو بیمارستان فیلمو پر کرده بود گذاشته بود و اینها. در هر صورت پروین آتابای برید راجع به این موضوع نوشته و ماجرای کشته شدن پسر زیا آتابای که مطمئن نیستم فرزند هم پروین باشه هم این، چون این ماشاءالله این دوستان ما همشون دو سه تا زن گرفتن و یکیش زن با بچه‌ن یکی زن به بچه، وقتا میگفتن یه نون میخوره با پیاز یه نون میخوره بی پیاز یه نون هم سب میکنه تا باباش بیاد. در هر صورت این تانک و هلیکوپتر و وسیله دیگه رافی خاچاتوریان صف فرودگار هم گفتم. و اما نوشته که سر کار دعواش شده با یکی از همکاراش، گویا اون همکارش اسپانیش بوده، چاقو زده و این بنده خدا رو به اصطلاح از دنیا رفت برده و هرچی. و اما دوستان واکسن آنفولانزا در ایران، به اینایی که طرفدار ترامپ هستن و میگن آخوندا دروغ میگن، میگیم بابا ما میدونیم آخوندا دروغ میگن، ولی ترامپ هم دروغ میگه، هی میگه ما محصولات نمیدونم پزشکی و خوراک و اینا رو ممنوع نکردیم. از مثل که من به شما بگم شما زندانی نیستی ولی من همه درها رو بستم، این پنجره ها رو هم میله آهنی گذاشتم، خب این زندانیه. چرا؟ و میدونید که آمریکا میگه ما حقیقت رو به یه صورت دیگه ای میگیم، alternative fact، یعنی جایگزین حقیقت. مگه میشه حقیقت حقیقت، دروغ دروغه، واقعیت هم واقعیته دیگه. جایگزین که میکنی یعنی یه چیزی که خودت به دلخواه میخوای میدی به خورد مردم. این ماجرای واکسن آنفولانزا که پولش هم دادن و پول توی ترکیه مونده به دلیل همین اشکالات بانکی، و اون ماجرایی که یه سری هم گویا 1500 تا واکسن اومده دادن به نماینده های مجلس ولی مردم به موقع اقدام کردن و
به اصطلاح داد و بیداد کردن، اینا رو گرفتن از اونا. حالا امیدوارم به افرادی که خودشون دکتر و پزشک هستن در درجه اول کمک رسانی و خطر هستن به اونا بدن. میدونید که همینجا هم گفتن وقتی واکسن بیاد به ترتیب میدیم به اونایی که میدونی رده اول هستن، ارتشیا، نمیدونم دکترها، پرستارا، بعد اونایی که سنشون زیاده، اونایی که توی خونه سالمندان هستن و الی آخر. و اما اینجا نوشتم restricted mode of on، این رو بذارید من بهتون نشون بدم، چون خیلی از شما دوستان به اصطلاح تشکر کردید که وقتی من یه چیزی یاد میگیرم، حالا چه یوتیوب چه ایمیل، اینها میام به شما ها هم میگم. بذارید من اینو اولا sign in ببینم چی میشه. sign in، ما که sign in کردیم. بله، آها، نگاه کنید دوستان، اگه رفتید یه ویدیو تماشا کنید و بهتون میگه که این restricted هست و اینها، وقتی میرید توی یوتیوبتون اینجوری عمل کنید، ممکنه اشکال شما هم رفع بشه. بذارید من بهتون نشون بدم، کامرای دو این رو هم آف نگه دارم که پرواز نکنه نپره. ببینید وقتی میان توی یوتیوب، اینجا که عکس خودتون هست، این سمت راست این گوشه کلیک کنید، بعد اینجا میای پایین پایین پایینش نوشته restricted mode off، اگه این آن باشه که من اصلا مورد لزومشم نمیدونم چیه، اون وقت شما بعضی از ویدیوها رو نمیتونی ببینی. من نمیدونم کسی برای خودش آف آن میکنه، یا ممکنه بگه با پسرم، بچه‌م، دخترم کوچیکم میان نگاه میکنن، برای اونا آن آف کنم. در هر صورت اینه، اگه رفتید یه ویدیوی مشکل داشت حتما از اون نیست. بذارید من بهتون نشون بدم به یه صورتی، اگه بشه بزرگتر. وقتی سمت راست این یوتیوب که عکس خودتون هست، این عکس ها هم که هر صفحه باز میکنی دوباره عکس خودتون هست. این بالا عکس من هست، مال کلن مال براوزر کروم یا مال بگید دیگه مال جیمیل. این پایین تر اینجا تو این صفحه مال گوگله. یوتیوب هم جزوی از گوگله، به همین خاطر شما وقتی میای توی اینجا اینو باز میکنی، این یوتیوب و اینا رو باز میکنی، همه اون چیزهای گوگل رو هم میبینی و اینجا رو میزنی، میای پایین نوشته restricted mode. restriction یعنی مثل ممنوع کردن، مثل محدود کردن. و اینجا من متوجه شدم که آن بود و وقتی میرفتم نمیذاش یه جایی رو ببینم، تا بعد اینو خوندم و یاد گرفتم و گفتم به شما هم بگم. این یاد دادن به دیگران یه لذتی داره که بعضیا چون بخیل هستن و این کار رو انجام ندادن، از این لذت محروم شدن. بعضیا مثل ما به خاطر اینکه از این کار خوششون میاد خیلی ضرر میکنن. مثلا من یکی که برنامه میخواد بهش میگم آقا کاری نداره، خودت میتونی رو فیسبوک بذاری اینجوری اینجوری، بعد میره میبینم دیگه ازش خبری نیست. بعد یه مدت که بهش میگم، میگه آره دیگه رفتم رو فیسبوک گذاشتم. میگم خب حالا چند نفر میبینن؟ میگه همون دوستان 10-12 نفر. میگم خب ببین، تو اون خام تمعید حتی یه زنگ نزدی تشکر کنی، ولی 12 نفر، حالا برو 12,000 سال بشین تا بشه 12,000 نفر، یا بهتون نشون دادم 617,000 نفر آمدن ریچ کردن. یعنی رسیدن، دیدن، تماشا کردن. معنیش این نیست که نشستن برنامه های سوربی رو از اول تا آخر تماشا کردن. ضمناً امروز ساعت 3:30 با آقای امیرحسین لادن هستیم تا درباره پیمان نوین آقای رضا پهلوی صحبت کنیم. رضا پهلوی مهره سوخته است. یادمه به جوک، به شوخی میگفتن، البته برای شیرازی ها در آوردن، میگفتن یه معلم انشا سر کلاس تو شیراز سوال کرده از بچه ها که میخواین چه کاره بشین. یکی از بچه ها همون تو کلاس مثلا پنجم ابتدایی گفته من میخوام بازنشسته بشم.
گفته چرا؟ گفته چون بازنشسته ها کار نمیکنن. رضا پهلوی من فکر کنم از موقع 16 سالگی که اومده اینجا رفته تگزاس و درس خلبانی خونده و بعدم سیگار کشیدن و خانم بازی و حتی دوست دختر داداشش که دختر پری زنگنه بود نمیدونم سوار اون بشه و از دست اون قاپیدن، این از همون موقع دیگه به فکر بازنشستگی بوده. و من متاسفم که یه عده ایرانی هنوز امید به ترامپ شارلاتان دارن، هنوز امید به رضا پهلوی ناامید و تنبل دارن. از اینجا آدم هرسش میگیره که آقا میخوای نشستی چی کار کنه؟ 4 سال دیگه این ترامپ اینجا باشه که چی کار کنه؟ تو این 4 سال چی کار کرده آقای محبی برای شما؟ آقای فرهنگ حمید برای شما چی کار کرده که 4 سال آیند؟ برای فرهنگ حمید، چون فرهنگ حمید یهودی هست و کلیمی هست، خب اینا میگن پایتختمون رو منتقل کرد، خیلی پیروز شدیم. نه آقا، اونم به ضررتون تموم میشه در خاتمه. اگه خواستید یکی از شما یهودی، اتفاق قرار بود آقای نورانی هست، آقای ربای نورانی بیاد اینجا و ایشون هم هر روز وقتی تماس میگیره هر از 2 هفته‌ای یه به اصطلاح دلیلی میاره که هنوز کار دارم. و آخرینش این بود که سال نو کلیمیا هست و مشغول هستن و بالاخره به زودی میان. حالا هر وقت اومدن با ایشون ما صحبت میکنیم، بهشون هم گفتم شما وقتی میای یه حرفی میزنی بعدش ما هم حق داریم رو حرف شما به اصطلاح نظرات خودمون رو بگیم. و شما نظرتون راجع به صحبت‌های رضا پهلوی و این که سر صدایی را افتاد یه دفعه که فردا شب میاد پیمان نوین میبنده، هر کسی که اینو شنیده بود یکی یکی آمدن گفتن ما چیز جدیدی توش ندیدیم و همش از همون حرفایی که هر از مدتی میاد اینجوری کنید اونجوری کنید. خب آقا این که نشد که تو بشینی تو آمریکا بغل رودخانه پتومک سیگار بکشی و هر روزم بری کازینو و با دوستات باشی، به مردم بگید که برید این کارو بکنید، اونایی هم که احتیاج به هم کمک دارن به هم دیگه کمک کنید. آقا اینجوری نیست که، اگه اینجوری بود همه می‌خواستن حکومت برانداز کنن، همه می‌خواستن نمیدونم ولیعت بشن و الی آخر. اینم از این ماجرا. بله، اعترافات اجباری و نقش کارمندان صدا و سیما. بعد از ماجرای اعدام نوید افکاری یه آقای دیگه‌ای که جالب بود از تهران تماس می‌گرفت و با این شجاعت و شهامت تعریف می‌کرد که اینجوری شده و اونجوری شده و به منم می‌خواستن به اصطلاح اعتراف کنم و تعریف می‌کرد که توی اعترافها صدا و سیما هم دستی داره و خیلی جالبه. یکی از اونایی رو که اسم برد این آقا الان تو تلویزیون‌های ایرانی خارج از ایران داره کار می‌کنه. به نظر من باید یقشو نه باید بهش بگن که آقا بیا و به اصطلاح بگو که میخوای چیکار، یعنی همچین چیزی اتفاق افتاده یا نه، چون اگه این بیاد بگه خب حرف این آقا رو تایید کرده و اگه این بیاد بگه نه دروغ میگه با وجودی که خارجه، نشون میده که به هیچ که نمیشه اطمینان کرد. در صورت من میخونم براتون این مقاله رو اگر پیداش کنم که ببینیم چی هست. ایران یوتیوب، آها نگاه کنید، خبرنگار سابق صدا و سیما و خبرنگار فعلی ایران اینترنشنال به شرکت در اعترافگیری اجباری متهم شد. حالا اینه عکس خبرنگاره و مقاله‌ای که راجع بهش هست اینجاست، من براتون میخونم. بله، کامرای 3. میگه که خبرنگار سابق صدا و سیما و فعلی ایران اینترنشنال به شرکت در اعترافگیری اجباری متهم شد. اکبر امینی، فعال سیاسی و زندانی سابق، در گفتگو با نماینده کانون مدافعان حقوق بشر احمد صمدی، خبرنگار شبکه ایران اینترنشنال را متهم کرد که در زمان بازداشت او در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی کار می‌کرده و با مأموران وزارت اطلاعات در بازجویی و اعترافگیری همکاری داشته و در تهیه اعتراف تلویزیونی
اجباری او نقش مستقیم داشته است. این زندانی سیاسی سابق در توزیع ماجرا گفته از 25 بهمن سال 89 به این روز و سالش هم گفته. حالا آقای احمد صمدی باید بیاد بگه. اینم این عکس کامرای سر رو بهتون نشون بدم، این عکس رو این هم نوشته، میتونید کلیک کنید و پیدا کنید. و اون آقا هم که آمد اعتراف کرد و اینا، این آقاست که بذارید آقای گونی که من سر من، بله این توی به اصطلاح گویا هم هست، گویا نیوز، برید نگاه کنید. و این آقا وقتی تعریف میکرد، بذارید بازی یه بار دیگه بهتون نشون بدم، این آقا وقتی تعریف میکرد، اعتراف اجباری روشی نخنما شده در جمهوری اسلامی، میگه که این آقا هم اونجا بوده و میگه مامورین وزارت اطلاعات و اینها مینویسن، اونها میخونن و سوالاتی که به اصطلاح ما باید جواب بدیم و جوابش هم به ما میگن که چی بگیم. یعنی واقعا دیگه اینها جایی گذاشتن که دست هیچ کس نمیرسه. و اما بعد از ماجرای ترامپ و مبتلا شدنش به این ویروس کرونا و بعد معلوم شد همسرش هم گرفته ملانیا، بعد معلوم شد که اون خانمی که مسئول مال حزب بهش میگن RNC Republican National Committee، فقط دو سه روز پیش دیدمش، اونم گرفته. الان میگن باز وایت هاوس و افراد داخلش ماسک نمیزنن. سه شنبه شب این مناظره مسخره‌ای که واقعا ترامپ تبدیلش کرده بود به شت شو، اصلا خود خبرنگاره خانم دانا باش توی CNN گفت This was a shit show. Shit show یعنی یک نمایش گو و مسخره بازی و همش میپرید تو حرف اون و اینها، به جایی که بایدن بهش گفت خفه شو دلغک. و الان معلوم شده که اونجا هم حتی چون توی کلیولند توی دانشگاه و بیمارستانی بود و قانون اونجا اینه که همه ماسک داشته باشن، بایدن ماسک داشت، زنش ماسک داشت، همراهاش ماسک داشتن، ترامپ شالاتان ماسک نداشت، زن احمقش ماسک نداشت و گویا خانوادش هم 4 تا بچهش اونجا بودن. این پسره رو خیلی این ورور نمبرن، هم سنش کمه هم یک کمی خله، مثل که میگن عقب افتاده است باران. خلاصه اونایی که اونجا هستن ماسک آوردن دادن به اینها، اینها نزدن. یعنی اینها یه مشتی آدمایی هستن که فکر میکنن خیلی ماچو هستن، ماچو افرادی که تظاهر به قوی بودن میکنن. حالا ببینیم یکی یکی اسامی چه کسایی میاد بیرون و چه کسایی مبتلا میشن. من دروغ نمیگم، من حقیقتش هر روز که اینو میدیدم میره توی این گردهمایی ها و رلی ها و اینا اینجوری اینجوری میکنه و ماسک نمیزنه، گفتم امیدوارم بگیره تا بفهمه درد اونایی رو که گرفتن ولی نمیتونستن تست بشن، درد اونایی رو که مبتلا شدن ولی نمیتونستن بیمارستان پیدا کنن و الی آخر. و ثابت شد پریروز که اگر این به موقع به مردم آمریکا گفته بود ماسک بزنید و ماسک زدن رو به وسیله این که خودش ماسک بزنه تبلیغ میکرد، 160 هزار نفر از 208 هزار نفر کمتر میمردن. 160 هزار نفر شما دیدین طرف رو میارن تو دادگاه محاکمه میکنن، میگن تو مسئول مرگ مثلا 3 هزار نفر توی دهکده‌ای توی شهری اینا رو کشتی تو زمان جنگ. حالا این مردک شالاتان 208 هزار نفر رو که اینجوری کشته رو نمیدونم مبتلا از بین رفتن رو دستشه، حالا تازه میگن این اگه به موقع گفته بود اینجوری، بازم هنوز به موقع عمل نمیکنه. و حالا فکر میکردن امروز انقدر حالش خوب هست که بیاد یه حرفی بزنه و اینها، ولی دکترها گفتن داره استراحت میکنه و دارو میخوره. ضمناً نوع داروش هم فرستادن، اگر شما هم طرفدار ترامپ هستین و میخورین از این داروها، ما اینجا براتون نشون بدیم. این چیزیه که خودش قبلا گفته بود و توی مناظره هم بایدن بهش گفت که تو باید بری کلوراکس بخوری تمیز بشی. این دارویی که امروز جوک ساخته بودن و براش چیز میکردن. اینم اون شعر بنتونبونیه که من گفتم بر وزن اون بهرام گور، ترامپ شالاتان که همیشه با دوز و کلک وام
میگرفت از عربا و از روسیه و اینها، بنگر که چگونه ویروس کرونا گردن یا دامن ترامپ گرفت. و اینه دیگه، یه دوستی نوشته بود که من از مریض شدن یا از مرگ کسی خوشحال نمیشم ولی به کارما باور دارم. فکر کنم سعید از کالیفرنیا نوشته بود. کارما همونی که میگه what goes around comes around، هرچی کنی به خود کنی، گر همه خوب و بد کنی همینه، خوب کنی بد کنی به خودت برمیگرده. آقای حسن ارشاد برنامه شماره 289 خود رو ساختن و ارسال کردن و این درباره مقاله شخصی سیاه ادعای دو سخن متضاد هست. و قبل از برنامه من برنامه داشتیم در کانون آوا که آقای جهاد متوری در باره برادرش ولید متوری صحبت میکرد و من متوری فکر کردم چون کلمه ریشش عربیه، فکر کردم مثل تیاره و تیر و پرنده و اینهاست. ایشون گفت نه، متوری به معنای آب از آسمان یا بارانه و ایشون هم 7 بار رفته به دیدن برادرش در عراق و اشرف و لیبرتی و اینها و میگه بعدن من فهمیدم که سازمان داشت تلاش میکرد که این برادر رو هم اونجا نگه داره. و خانواده‌ای که 6 تا دخترن، 2 تا برادر، یه برادرش رو 30 چند سال پیش اونجا اسیر کردن نگه داشتن، این رو هم چند سال گذشته تشویق میکردن که بمونه باشون. در صورت امروز یادتون باشه 2 اکتبر 2020 است و 11 مهر 1399. و برنامه قبلی صدا متاسفانه اشکال از من بود، یادم رفته بود، چون ما رو 2 تا سیستم برنامه میفرسیم، یکیش میره برای یوتیوب و فیسبوک، یکیش میره برای تویچ و مردم تیوی. وقتی که من شروع کردم با ایشون صحبت کردم، برنامه هفته قبل ما هنوز روی یکی داشت پخش میشد و صداش 2 تا صدا آمده بود اونجا. ممنونم از کانون آوا که به من خبر دادن تا من در قسمت آخر دوباره اون قسمت اول رو از آقای متوری بپرسم و یکم حالا باید ادیت کنیم اونو بیاریم اینجا که دوستان در کانون آوا این زحمت رو بکشن و ویدیو رو بذارن روی یوتیوب. من اون ویدیو رو استفاده میکنم به جای اینکه اول این حدود 8-9 دقیقه صدا 2 صدایی هست، صدای ما هست، صدای آقای فرزاد نیساری هم از برنامه هفته قبل هست. و ببینیم حالا هفته آینده با آقای فرزاد نیساری هم صحبتی داشته باشیم، ببینیم ایشون چی میگه و هدفشون از این نوشتنا چیه. دوستان من فکر میکنم اگر خمینی هم افتاده بود توی دام این ماجرای توییتر و فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و اینها، هنوز حتی نه در فرانسه که در عراق نشسته بود، احمد آقا هم اونجا براش نشسته بود، بابا یه توییت اومده، اون هم میگفت جواب بده، و هیچ وقت نه در ایران انقلاب میشد و نه این ماجرایی که میبینید الان آخوندها سوار هستن و اینها. و این دوستان ما متاسفانه به یک راه خطا دارن میرن، ولی افتادن تو این راه، هرچی بهشون میگی این راه غلطه باورشون نمیشه و فکر میکنن که ما یه خصومتی دشمنی چی میگفتن؟ عداوت، عدو، عداوتی داریم باشون. نه عزیز من، من دارم میبینم، من این راه رو دیدم که قبلیام رفتن به هدف نرسیدن. اگه هدف اینجاست، این راه که تو میروی آقای نیساری، آقای آبتین، به ترکستان است. حالا بعضیا میگن این راه که تو میروی به گورستان است. امیدواریم مال شما اینجوری نباشه و ببینیم چی میشه. بله، الان ببینید من اینو بهتون نشون میدم، ببینید رهبرای دنیا چجوری خودشون رو پوشوندن با ماسک و اینها، که البته خود هم اینها هم نمیدونم ته آرنج رو بزن به هم و اینها، کار غلطیه. من یه جایی رفتم 9 نفر از دوستان ایرانی بودیم و طرف اومد دست بده و اینا، گفتم آقا نه دیگه، حالا ماسک نداریم، فاصله. میبینید اینا هم چجوری از هم دور میشن. اون وقت ترامپ میاد، نه خودش، نه معاونش، نه کسایی که باهاش کار میکنن. و حالا امیدواریم که این یه درس عبرتی باشه و چه خواهد شد این مناظرات آینده، چون هفته آینده قرار مناظره معاونای رئیس جمهور باشه،
همین معاونی که الان هست پنس و اون خانم کاملا هاریس که میگن حالا معلوم نیست اگر ترامپ مریض‌تر بشه و مجبور بشن به اصطلاح دپیوتی یا معاونش همین پنس رو بذارن سر کار، ممکنه این برنامه ها به هم بخوره. اگه حال ترامپ انقدری بد بشه که مثل دیگران، این آقای کریس کومو بعد از چند ماه هنوز میگه من اون درد هی میره برمیگرده. یادتونه وقتی هم فلو میگیرید دو سه روز فکر میکنید خوب شده دوباره هفته آینده برمیگرد سراغتون، اینا اون تعریف میکنه میگه هنوز اینجوریه، چند ماه پیش همون اوائل گرفته بود. اگه اینجوری بشه ممکنه اصلا انتخابات به تأخیر بیفته. دوست اون از خلیج فارس سوال کرده بود فکر میکنید چی میشه، گفتم والا من نمیدونم، ولی توی سیستم آمریکا به اصطلاح خودشون میگن ما کاملترین سیستم رو پیشگیری کردیم که من اصلا باور ندارم کاملترین رو شما بتونی 250 سال پیش 244 سال پیش برای امروز پیش بینی کرده باشی و میبینید که مشکلاتش هم همینه که تا حالا چندین بار اونی که حد اکثر آرا را آورده نمیره وایت هاوس و اون یکی که حد اکثر آرای خودی ناخودی را آورده اون میره. یکیش جورج بوش بود، یکیش ترامپ بود و یک دکتا دیگه هم هست. و این ماجرای مریضی و کووید و تأخیر و رای گیری و اینها رو نمیدونم، ولی توی مناظره سه شنبه چنان افتضاحی ترامپ به پا کرد که خود جمهوری خواهانم گفتن باید یه تغییراتی داده بشه. حتی توی این فکر هستن که وقتی دو دقیقه حق با این هست میکروفون اون یکی بسته بشه کاملا و اگر حتی صحبت هم میکنه تصویرشو فریز کنن که مردم حواسشون پرت نشه. گفت چون این اونایی که تصمیمشون رو گرفتن که گرفتن این مناظره ها رو میذارن برای اونایی که undecided هستن یا تا کنون تصمیم نگرفتن که ببینن کجا برن. گفت این اصلا هیچ چیزی رو چیز نگه چون فقط مردم عصبانی و ناراحت کرد. کاندیدای ریاست جمهوری و متملق ترامپ که به تقلید از ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی مثل ترامپ ماسک نزده بود در همان گردهمایی مبتلا به کرونا شد و دو هفته بعد به رحمت ایزدی پیوست. بله این آقای سیاهرم آقای هرمن کینو من میشناسم، اینجا هم دیده بودمش. استیون کوربر هم اومد براش یه برنامه گذاشت به شوخی، اینم میخواست بشه رئیس جمهور و بعد بله این تو کار مرغ و رستوران و اینها هم بوده. ولی آمریکا میگم متاسفانه، یا آقا ایرجی بود، اگه کسی از ایرج خبر داره به من بگه چون سنش هم بالا بود ممکنه بنده خدا فوت شده باشه، ولی چندین بار تو برنامه‌های مختلف من شرکت کرده بود و میگفت که آقا شما یه نفر میخواد بره رانندگی، اول میرن آموزشش میدن، بعد ازش امتحان میگیرن، بعد به هزار مکافات با مامانش یه ماشین کهنه میدن دستش، ولی طرف میخواد رأی بده درباره زندگی دیگران، این اصلا هیچ تجربه نداره، همچنین که سنش شد 16 یا شد 18 میتونه بره رأی بده، میتونه بره تو ارتش فلان اینا، یا حتی میگفت طرف میتونه بره تو ارتش ولی به اصطلاح دیگران رو بکشه یا خودش کشته بشه ولی نمیتونه رأی بده. و میگفت که باید یه آموزش بذارن، حتی یه امتحان ساده‌ای بگیرن ببینن طرف فهمیده اصلا رأی گیری یعنی چی، یا در صورت رأی گیری اینجا اینه. بله We are sorry to announce that Herman Cain has tested positive for COVID-19. حالا ببینیم که آقای ترامپ که میگن شواهدی هست که این دیشب آزمایش نشده و پازیتیو باشه، از قبل بوده ولی صداش رو در نمی آورده. آقای سعید خان روی صفحه فیسبوکش آهنگ مرغ سحر رو گذاشته. تو رو خدا این مرغ سحر و اون یار دبستانی رو اصلا به فراموشی بسپاریم و بذارید گذر کنیم از این تاریخ. ما شدیم یه ملتی که داریم درجا میزنیم و یک قدم هم به جلو نمیریم. همون آهنگ یار دبستانی رو اگر امروز بذاری میبینی داره باز شهر حال زندگی ما، اگر مرغ سحر رو امروز بخونیم باز شهر حال، و ما ملت پویایی نبودیم، ایستا بودیم، این آهنگا هم شده درد دلمون، ول کنیم فراموش کنیم بره. ما ببینیم آقای سعیدی رو میتونیم داشته باشیم یا ایشون نیستن، چون
متاسفانه نمیدونم ایشون از طریق فیسبوک و اینها خیلی فعال نیست. من اینجوری یه زنگی بزنم بگم آقا میای، یا ما بعد از برنامه خودمون و برنامه آقای ارشاد بریم دنبال کار و زندگی خودمون. آقای عباس سعید، آقای سعیدی سلام، ساعت 2:50 به وقت شرق آمریکاست، یعنی 11:50 به وقت کالیفرنیا. من برای شما ایمیلم فرستادم، الان تو برنامه زنده دارم به شما زنگ میزنم که ببینم امروز ساعت 3 بعد از ظهر با ما هستید یا نیستید، چون اولین جمعه این ماه هست و باید یک کاری کنیم که ما از برنامه آینده یکی دو روز قبل بدونیم تیتر برنامه چیه، اگر موضوعی هست میخواین نشون بدین. در صورت ممنون میشم اگر لطف کنید یه زنگ بزنید یا پیام بذارید یا ایمیل بفرستید که امروز با ما هستید یا نیستید. به امید دیدار و موفق باشید. بله، این ماجرای چند روز پیش با آقای نیاکان صحبت میکردم، ایشون هم وکیل مبرزی هست، در هم مبارزه هم مبرزه در مریلند، و گفتم به من زنگ زدن، گفتم که آها خیلی ممنون، چیز من تو فیسبوک، گفت من برات فیسبوک فرستادم، من نبودم. گفتم بله من رفتم بیرون. این ماجرای برای یه نفر تو تلگرام می‌نویسیم، اون تو تلگرام جواب میده، ما نیستیم تو فیسبوک دنبال میکنیم، اینا خیلی بد شده. باید به یه جایی برسیم که احتمالاً این فیسبوک این کارو انجام میده که تمام مسنجرها رو میکنه یکی، که وقتی شما یه نفر چیز میکنی یعنی بی خود همه رو پخش کردن، حالا دارن سعی میکنن همه رو جمع کنن. یعنی میدونید فیسبوک اون اینستاگرام خریده، اگه اشتباه نکنم تلگرام هم یا خریده یا میخره، و روزگار غریبی است. میگه سوربی اگه مایک پنس هم به کرونا مبتلا شده باشه و بیمار بشه، رئیس جمهوری آینده سخنگوی مجلس نانسی پلوسی است. مایک پنس آزمایش دادن گفت نشده، بایدن آزمایش دادن هم خودش هم همسرش گفت نشده. بایدن کسی بود که میگفت من اصلا لزومی برای آزمایش نمیبینم، و میگفت بالاخره این آزمایش که شما الان میکنی، سوار ماشین میشی میری یه نفر اونجا، از چه فایده داره؟ هر ساعت آزمایش میگیرن. و دیدید که ترامپی که افتخار میکرد که من هر روز آزمایش میدم و خیلی تحت مراقبت هستم، خودش گرفته، زنش گرفته، رئیس کمیته ریپابلیکن ها گرفته، اون خانم جوان هوپ هیکس گرفته، و هوپ هیکس مثل که واسه هم خیلی بده. البته بعضی از اینا یکی دو روز به شدت مریض میشن، ممکن این 10 روز پیش گرفته باشه. میگن روز دهم از همه روزها مهمتره. بله این ماجرای طبقه بندی یا چین آف کماند یا سلسله مراتب آمریکا اینه که رئیس جمهور، معاونش، سخنگوی مجلس، یعنی اگه این دوتا توی هواپیما باشن منفجر بشه، سقوط کنه، یه خوراکی بخورن مسموم بشن، به خاطر همین سعی میکنن دوتاشون یه جا نباشن، که ما میبینیم توی برنامه‌های ترامپ این خیلی اتفاق میفته که این که میاد اینم بغل دستش میاره، چون بالاخره میبینه یه نفر براش دست میزنه و اینها، و این کار اشتباهی هست. خب بله شما کاملا درست میگید و سیستم اینجا همینه. خب نظر شما آقای سعید خان راجع به پیام نوین شازده رضا پهلوی چیه؟ میگه سوربی اجرای جدید مرغ سحر است در زمان قرنطینه کرونا، در ضمن خواننده که همراهی میکنه ایرانی نیست، کار جالب و هنری است و از طریق زوم درست شده. من شنیدم اینو، ولی من دنبال اینم که مثلا اگه سرود ای ایران میگه که ما از همه بهتریم، خاکمون نمیدونم الماس و در و گوهره، یه نفر بیاد مثل آقای فرعی اونو بخونه و بگه که نه دشمن ما همینجا نشسته، بعد ما چیه بین اون فخر میفروشیم ولی خودمون آدمای بدی هستیم، با هم خوبی نمی کنیم. اون آهنگ رو شما شنیدی؟ براتون میخوان پخشش کنم، فکر کنم داشته باشمش یه جایی. ایران، سرود ای ایران رو این بعضی ها اشتباهی میگن سرود ملی، هیچ وقت سرود ای ایران سرود ملی نبود. ما یه اولین سرود ملی اونو داشتیم که میگو وطنم وطنم وطنم، که دوستان این زمان قاجار بوده، و دو پهلوی احمق آمدن شاهنشاه ما زنده با دیم دیریریم دیریریم،
خب هیچ کی یادش نمیمونه. ولی وقتی شما هی بگی وطنم وطنم وطنم، کلن وطن پرستی تو خونت میاد. همیش سرود آمریکا یا اون چیش رو نگاه کنید، همش درباره اینه که ما به اصطلاح آزادیم، ما قهرمانیم، ما اینجوریه. ولی شاهنشاه ما زنده باد، 61 سالگی هم افتاد مرد. یکی میگه ایدز داشت، یکی میگه نمیدونم زنش کشتش، میگن میدونی فرح پهلوی میگن سمش داده. آقای محبی متخصص سمشناسی تلویزیون های ایرانیه. خب ببینیم ایشون در مورد شاه چی میگه. و اما ماجرای کلاغ و سیگار اینجا نوشتم. امروز یکی از دوستان برای من یه چیزی فرستاده بود که یه نفر بچهش سیگار میکشه، این حالا میخواسته بهش نصیحت کنه، بهش میگه بابا بیا اینجا، این کلاغایی که پشت بوم نشستن قارقار میکنن به من میگن که تو سیگار میکشی. پسره میگه که بابا شرمنده، بله سیگار میکشم، ولی من دوست دارم تو به من بگی تو چی میکشی که میتونی با این کلاغا صحبت کنی، اونو یکم بده به ما. اینم ماجرای چی میکشی و یه خوردشم به ما بده. این روزا خیلی ها هر جا میری میبینی میگن که آقا نمیدونم یه پک بزن، این گراس برای این خوبه برای اون خوبه. این گراس همون علف خودمونه و میگفتن از گیاه شادانه هست، شادونه تو شیراز میگفتن، و همون ماریجوانا هست. من یه دفعه توی سمیناری توی واشنگتن بود و یکی از این افرادی رو که اونجا شرکت میکرد از فرودگاه داشتم میبردم واشنگتن، ازش پرسیدم این واقعا درسته که هر مرضی رو شما میگی یه نفر توی جمع میگه بله برای پادرد این خوبه، اون یکی میگه برای سردرد خوبه، اون میگه برای دندون درد؟ گفت آقا کاملا درسته، برای که این علف نرو شما، اون حس نرو چی میشه، عصب شما رو ریلکس میکنه. تو ایران الان خیلی ها قرص میخورن، میگن قرص آرام بخش. حالا این قرص آرام بخش نمیدونم همون تاینلول مثلا قویه، یه چیز دیگه بود، قرص های کوچولویی بود. من یادمه که دوستمون آقای نیازمند برای مادرش میخرید و نمیدونم چیچی پنج و چیچی ده، یه چیز اینجوری بود و میگفت این اگه نخوره اصلا نمیخوابه و اینها. یه قرص خیلی کوچولویی بود و آدم هم وقتی بچه هست میگه خب منم یه امتحان کنم ببینم چی میشه. البته اون هیچ وقت نداد به ما امتحان کنیم. خب commented on link you shared. بله سوربیو شعر جدید مرغ سحر. نه آقا نمیخوام مرغ سحر، بعضی از این آزادی هام فایده نداره. مرغ سحر نمیدونم خودتو رها کن و فلان اینها. آقا طرف میگفتم به تو، من جاده پنسیلوانیا که میرم این گاوا رو میبینم که بعضی جاهاش اصلا سیم خارداره پاره شده یا گیته وازه، دروازه بازه، ولی گاوه بیرون نمیاد. چون خدایش اگه حساب کنی بله درسته که این گاو اون داخله و اولا اون که نمیدونه یه روزی سرشو میبرن. نمیدونم گاوا اینقدر میفهمن که مثلا دیده باش سر داییشو بریدن، سر باباشو بریدن، سر مادرشو بریدن، یه روزی هم نوبت این میشه یا نمیفهمه. اگه نمیفهمه که همینجور داره زندگی میکنه تا یه روز نوبت بشه، و اگه میفهمه و میشینه با خودش حساب میکنه میگه فعلا تا روزی که نکشتنم دارم میخورم، حالا من از اینجا برم بیرون چی میشه؟ یا میرم تو جاده کامیون میزنه بهم یا همینجور گشنه باید بچرخم اینور اونور. اینجا زمستون که میشه خوراک برام میارن با تراکتور میرزن تو چیز، زمستون که میشه میبرن منو داخل، نمیدونم تابستون که میشه آب کم میشه آب میارن برامون. بعضی وقتا هم اینجوریه، اینجوری حساب کنید. این زندگی شکلی که گرفته من و شما به سادگی نمیتونیم همه جوابا رو براش داشته باشیم. بارها وقتی من با آقای نیساری صحبت میکنم آقای نیساری میخنده میگه این شما چون خیلی ساده نگاه میکنید به چیزا. میگم خب آقا شما که مشکل نگاه میکنی بیا جوابشو بده، منی که ساده دنبال جواب ساده میگردم پیداش نمیکنم. اون وقت شما میدونید که میگن بعضی چیزا وقتی سوالش مشکله اونها آخوندا، رهبرای دینی، رهبرای حزبی، رهبرای به اصطلاح جنبشا و اینها میان شما رو وعده سرخرمن میدن، بهتون میگن اگر پیروز شدیم 20% نمیدونم غنیمت مال شما، به شما میگن وقتی پیروز شدیم اون دنیا بهش نمیدونم همینجوری تو رودخونه شراب میره، شیر و ماس و عسل و اینها، دیگه شما نمیخواد بریم مغازه، اونا میان در خونتون.
حوری ها که همه لخت شدن منتظر شما دارن میدونن دنبالتون. اصلا خنده آوره و مسخره است، ولی هست که هست و اونا هم دارن میگه. بله همین الان دیدم میگه که جو بایدن و زنش خانم دکتر جیلبا اینا چیز نیستن، امروز که آزمایش کردن ممکنه الان تو بدنشون باشه فردا نشون بده، چون این کووید به این سادگی نیست. به همین خاطر اول گفتن آقا سعی کنید همه ماسک بزنن نگیرن، فقط اونایی که سیمتمشون اما علائمشون هست بیان برن بیمارستان، که الان یه جایی خوب هست کنترل شده، یه جایی همین ویسکانسینی که این آقا این ویکند میخواست بره توی حال بیمارستان ها مریض خوابوندن، بعد طرف گاورنرش یا فرماندار میگه نیا، ولی این زورمالیه میگه من میام. و خیلیه، من و شما نمیتونیم 10 نفر مهمون داشته باشیم، ولی اینا را میفتن 1000 نفر میان توی سالن دربسته و نمیدونم بیرونم دعوا میکنن با هم، و از اون برن فوتبالیستا که بیشترین برخورد و با هم دارن با آقا فوتبال تعطیل کنید، مگه حالا یه سال فوتبال نبینیم هلاک میشیم، بسکتبال و نمیدونم هاکی روی فلان و بوکس و اینا رو تعطیل کنید، بذارید مردم برن به زندگیشون برسن. تعداد تلفات از 208 هزار تا هم رفته بالاتر، و 208 هزار تا یعنی ما از لحاظ درصد جمعیت 4% دنیا هستیم، از لحاظ تلفات بیش از 20%. و همین امروز فردا قرار 2000 صندلی بیارن بذارن جلو وایت هاوس، که من گفتم اینم کار اشتباهیه، همونایی که میان این صندلی ها رو بذارن و وردارن، خود اینها هم درگیر یک کارایی میشن اضافی. شما حتی المقدور اونجایی که نباید نرین، اونجایی که واجب نیست. دیدید تو دین میگه این واجبه، اون مستحبه، این مکروه، این فلانه، طبقه بندی کنید، ارجحیت بدین کدومش باید برم، کدومش امکان داره برم نرم، مهم نیست. اینجوری اونجایی که مهم نیست نرید، دوری کنید. مهمونی الان شما دوستتون رو زنگ بزنید با تلفن احوالش رو بپرسید. من یکی از دوستان لطف کرد و دعوت کرد و وقتی رفتم دیدم نخیر نقل 4 و 5 نیست، 9 نفر بود. به شوخی هم گفتم حتما گفتی اگه 10 بیاد همسایه ها زنگ میزنن به پلیس، شما 9 نفر بیشتر. ولی همینه دیگه، شما اولی که میری همه هم هنوز آبجوی شنگول نخوردن، چی میگن عرقی نخوردن، شنگول نیستن، یکم فاصله را رعایت میکنن. ولی بعد که چی میکنی اون میرسه خوراک بیار، برای تو چی بیارم؟ آقا من نمیخوام تو دست به بشقاب من بزنی، من نمیخوام دست به بشقاب تو بزنم. ولی دیگه اون موقع اختیار دست خودمون نیست. و اما باز بهتون میگم که ساعت 3:30 با آقای امیر حسین لادن هستیم، ایشون یه مقاله نوشته، من لینک مقاله رو براتون روی فیسبوک هم گذاشتم، روی توییتر هم گذاشتم، روی بالاترین هم گذاشتم. فیسبوک متاسفانه برنامه های زنده ما رو فعلا بازداشت کرده و نگه داشته، و براشون نوشتم آقا ما که اینجا کار خلافی انجام ندادیم، اگر خلافی هم بود شما باید یه وارنینگ، یه نوتیس، یه هشدار، بابا پلیس هم که میگیره ادم ماشین تو آتیش نمیزنه، یه تیکت بهت میده. در صورت اینجوریه دیگه، شما هم نمیتونی. این هم حالا مثلا بعد 2 ماه میگه اوکی نامت رسید. این لینک رو هم میذارم روی فیسبوک، یا بعد که این ویدیو رو لود میکنم روی یوتیوب و اون لینک رو میذارم، لینک نوشته آقای امیر حسین لادن رو هم اونجا براتون میذارم، که ایشون به اصطلاح جوابی دادن به اون ماجرای پاسخ به پیام رضا پهلوی. اینه، بذارید براتون پیداش کنم. بله لینکش هم میذارم توی فیسبوک، همین جایی که به نظر میاد دوستان هستن چند نفری. دوستان این ویدیو رو حالا که مخصوصا فیسبوک اطوار میریزه، این کلمه اطوار درسته یا اطوار؟ فکر کنم اطوار درسته، با تا و و. و شما لطف کنید به اصطلاح با دوستانتون پخش کنید و نشرش بدید. بله اینجا نوشتم، حالا اینجا هم بذارم. بله شما به من بگید پیام رضا پهلوی رو که شنیدید روز دوشنبه بعدش چه کار کردید؟ اتفاقا یه دوستی ما داشتیم از هندوستان رفته ایران،
براش نوشتم که آقا خب حالا چی؟ دوباره اومد، همیشه اول مهر یه پیامی میداد، امروز دو سه روز دیرتر آمده پیام نوین. خب چی کار کنیم؟ نمیگه آقا من $30 میفرستم برای کسی که این کارو بکنه، یک کاری بکنه، یا اینقدر پول میدم، یا هیچی، نشسته اینجا برای خودش چی میفرسه که بعدم بگه نگاه کنید من حرف زدم. خب ببینم اینجا نوشته ها رو چی گذاشتم براتون تا هستم. بله 206 60 60. بله آقای عباس سعیدی با ما هستن، نوشتن آقای سوربی بله خواهم بود، خیلی ممنون. من اینجا بنویسم thanks که ایشون بدونه. آها با فارسی بنویسم ممنون. دوستان یکی که براتون یه چیزی میفرسه، حتی اگه شده بنویسید دریافت شد، یا بنویسید ممنون، یه جوابی بدید که اون بدونه. یعنی هر چیزی دو تا باید داشته باشید. من اگر برای آقای سعیدی پیغام گذاشتم، ایشون اینجا جواب داد، دیگه بسته شد، منم جواب نوشتم، ایشون هم فهمید من میدونم. یعنی توی مسابقه دو، اون وقتا یه دو امدادی، یه چوبی بود با تون کوچیکی بود، میدادن دست هم دیگه میدویدن، بعد میگفتن بسپار به دستش، یعنی مطمئن بشو اون داره از تو میگیرتش. و اگه مسابقه رو نگاه کنی خیلی هاش میفته، طرف دونده جهانیه، ولی این چوبو که میخواد بده دست طرفی که جزو تیمش هست نمیسپره. اونایی که مثل من ماشین کهنه زیاد روندن و دنده‌ای میدونن، ماشینا وقتی دنده برنجیشون و اینا خراب میشد، گیری بوکس دنده رو میزد بیرون، بعد میگفتن دنده رو بسپار، چون دنده وقتی شما عوض کنی مثل دو تا حالت داره، اونجوری وقتی میسپاری دیگه تا آخر که میره پات از گاز که برمیداری تقی نمیزنه بیرون. اینم رانندگی شنیدم تو ایران خیلی چیز شده، ماشین های اوتوماتیک زیاد شده و قیمت ماشین ها هم که یا خدا. Don't bother trying to call Facebook if you dial either on. من نه تلفن نه، من براشون پیام فرستاده بودم، حالا ببینم چی، آنلاین سر 450 فلان اینا. نه من اصلا تلفن فیسبوک ندارم. همون بذار الان بهتون نشون بدم که به ما چی میگه، شما هم شاهد باشین. نگاه کنید برنامه زنده ما به این صورته. اینم باز یاد بگیرن دوستانی که میخوان برنامه زنده بذارن روی فیسبوکشون و اینها. ببینید این صفحه ما، میارمشم تو مدل قدیمی. شما وقتی توی صفحه خودت هستی، اینجایی که میخوای پست کنی یه چیزی بنویسی، اینجا چند تا آپشن داره، نوشته یه پست درست کنید، نوشته عکس بذارید، ویدیو بذارید، یا نوشته ویدیوی لایو بذارید. اینجا ببینید من تا میزنم ویدیوی لایو، اون موقع از من میپرسید که چه دوربینی، چه چیزی. ولی ببینید الان نوشته اکشن بلاک، یعنی این عمل بلاک شده، این کاری که شما میخواین انجام بدید قفل شده، ما نمیذاریم شما این کار رو انجام بدید. اینه، در صورتی که قبلا میومد که خب شما از کدوم دوربینت میخوای استفاده کنی، از کدوم میکروفونت میخوای استفاده کنی و الی آخر. اینم از این ماجرا. و همینجا هست، بذار باز نشون بدم، همینجا هست که من بهشون، ببین نوشته که اگر فکر میکنی این کاری که ما کردیم درست نبوده let us know، بذار ما بدونیم، ما میذاریم بفرما، براش مینویسیم که بابا ما که آدم نکشتیم، که یه ویدیویی گذاشتیم مال دوستان یهودی بوده، شما نوشتین ما اینو 39 جا بلاک کردیم، یا اگر مجاهدین و شاولایا شکایت کردن شما به ما بگو اینجا اینو گفتی تا ما بهت ثابت کنیم ما دروغ نگفتیم. خلاصه اینجا هست که من برای اینا مینویسم. ببین مینویسم بعدم میفرستم، اونا هم مینویسن، به دستمون رسید، ولی اصلا هیچ معنی و مفهومی نداره که به دستشون رسید حالا درسته یا نیست. اینم از این. خیلی ممنون که به طور زنده ریل تایم با ما در تماسی. بله میگه که سوربی این کاری نداره، از طریق اسم دیگه در فیسبوک مثل صفحه مردم تیوی امتحان کن. نه عزیز من، برای شماها کاری نداره که 30 تا 40 تا 50 تا دوست دارین میفرستین. برای ما که بیش از 12,000 نفر رو مردم تیوی هستن، 5,000 نفر روی فیسبوک هستن، خیلی کار داره. فرض کن من امروز رفتم یه صفحه باز کردم و داشتم 12 تا صفحه مختلف داشتم، برم یکی از اونها رو استفاده کنم،
خب وقتی می‌نویسم برنامه زنده من شروع شد، به چند نفری که اونجا بودم و چند سالم هست دیگه اونا اونجا میدونن نیستم میفرسه، کلن فایده نداره. بعضی وقتا باید گردن بنهیم به این کاری کردیم. اگه من خلافی کردم، من میخوام لا ابایدینگ سیتیزن باشم، انجام بدم. ولی اینا نمیگن اشکال چیه، میگی یه کاری کردی. خب این که نمیشه که. اینم مثل دادگاه ایرانه، مثل آخوندهای وزارت اطلاعاته. آقا بنده رو به چه جرمی میگیری؟ میگه فعلا شما برو، معلوم نیست، من نمیتونم. تو خیلی از فیلمهاشون هم نشون میدن. میگه آقا جرم من چیه؟ میگه شما فعلا به وایس کنار. در صورت که اینجا باید بهت میگه تون رفتی، راهنمات خرابه، چراغت فلانه، مستی، یا یه جا زدی به یه ماشین رفتی، شماره تو گزارش کردن. اینم از این. نه اونجوری قربونت برم، خیلی ممنون. ولی شماها میتونید این برنامه رو الان روی یوتیوب و توییچ لینک ها رو برای دوستانتون بفرستید. متاسفانه من گفت که ما ز یاران چشم یاری داشتیم، من یه کمی از دوستان انتظار بیشتری داشتم و حقیقتا دلخور میشم ببینم یه نفر میاد برنامه شروع میکنه، فوش و فضیحت و اینا، طرف برای 3000 نفر میفرسه و چی میکنه. ولی دوستان ما هرچی هم ما میگیم آقا برای 4 تا دوستت بفرست، ممکنه یکی از اینا توی گروه 12000 نفری باشه، میگه حالا بعدن میفرسی. خب و اما ببینم اینجا چی گذاشتم. 10 دقیقه دیگه ما میریم و بله با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود. ولی تا اون موقع اگه از صفحه مردم تیوی پخش کردی، لینکش رو روی صفحه خودت بذار. نمیذاره عزیز من. صفحه مردم تیوی هم، مردم تیوی گذاشتم دیگه، شما الان اگه بخونی، نوشتم که امروز بینندگان گرامی، ببین اینا امروز اینجا این هم روی مردم تیوی هست. اذیت میکنی یا بیا شما این لینک ها رو امتحان کن، پیست نوشتم بینندگان گرامی برنامه امروز را با کلیک کردن بر روی این لینک ها تماشا کنید. یکیش هست مردم تیوی دات کام. بذار از خودم بزنم ببینم اینجا پخش میشه یا اونجا هم اشکال داره دیگه. اگه اشکال داره باید فیلم پخش کنیم، ضبط کنیم، بعد بفرستیم. بله نه اینجا هست، اینم صدا. نه اینجا هست، اینم صدا. نه اینجا هست، اینم صدا. حالا ببین تا بی نهایت infinity. من اگه صحبت نکنم، این صحبت من از تو این اسپیکره میاد بیرون، از تو این میکروفونه میره و همینجوری دور میزنه، پژواک صدا یا پیچش صدا. در اصل دوستان 2 تا لینک هست و خداییش بهتون بگم، وقتی من امروز توی کانون آوا متوجه شدم که اون برنامه‌ای که داریم برای یوتیوب و فیسبوک میفرستیم آمده، برنامه هفته قبل صداش رو برنامه امروز، یک کمی ناراحت شدم و گفتم به دوستان بگم آقا من مردمتیوی.com بعدم که ضبط شد میذارم روی یوتیوب. برگردیم به همون روش قدیمی، راحت. دوستان میدونستن ما کجا هستیم، ما میدونستیم دوستان کجا هستیم، اینقدر اینتراپ نمیشد. و تویچ یه حسنی که داره، بغلش ما میتونیم اون کاری رو که با فیسبوک انجام میدادیم انجام بدیم. الان شما روی تویچ فکر کنم میتونید اینجا بنویسیم الان اینسان تستینگ، البته به من میگه باید ساینین کرده باشی، نه قبول میکنه. شما لینک تویچ رو کلیک کن، میتونید این بغل بیای چت کردن، یعنی کلکل با همدیگه کلکل کنیم. یعنی فیسبوک هیچ چیزی به ما نمیده. لطف کنید همین تویچ رو هم فالو کنید. فکر کنم اینم اگه فالو کنید وقتی ما برنامه زنده داریم براتون میفرسه. البته ما چون اینو داریم 24 ساعته استفاده میکنیم، هر روز مزاحمتون نمیشیم هی براتون بفرسه، مگر اینکه یه دقیقه قبل از برنامه زنده قطعش کنم دوباره بفرسم که برای شما بگه که این برنامه دوباره شروع شد. در صورت ما از این ور داریم پیر میشیم، سرعتمون کم میشه، از اون ور این تکنولوژی هی داره فست میشه، سریع میشه. شما الان ویدیوها رو نگاه کن، دیگه کسی حوصله 2 تا دکمه نداره، میخواد یه دکمه که میزنه لایو بره بالا. من میتونم الان با یه دکمه این برنامه رو اینستاگرامم پخش کنم، ولی میگم خب حالا فردا از طریق اینستاگرام طرف سوال میکنه چه کار کنم، حالا میخوایم پخشش کنیم. این مرضه، این یک کرم به خصوصی هست. اینجا بذاریم ببینیم اینستاگرام
ببین شما میزنی روی اینستاگرام عکس خودتو میزنی شد لایف، بفرما بیا میزنیم به لایف، اینم اینستاگرام میزنیم، حالا چکینگ کانکشن، میگه داره کانکشنتون رو امتحان میکنه، دوربینش از اون وریه، بگیم از این وری بله بفرما. دوستان روی اینستاگرام هم میتونن ما رو ببینن. در ضمن سوربی بگو بلا نسبت، چون من لینک تویچ رو توی گروه خرمشهری ها گذاشتم. دمت گرم بلا نسبت. چی؟ خیلی ممنون، متشکرم. هم لینک تویچ رو بذار، هم مردم تیوی دات کام رو، چون بعضی وقتا میبینی یکیشو بلاک کرده این آخونده و سیستم فیلترینگشون رو، و اگر احمدی نژاد داخل صحبتاش یه حرف درست زده باشه، اون حرفش این بود که همونایی آقازاده هایی که خودشم دوره خودشم توییتر و اینا رو فیلتر کرد، گفت خود اونها رفتن فیلتر آوردن وی پی این نمیدونم چیه به مردم میفوشن. یعنی ببینید اینا دیگه چه پدر سوخته هایی هستن. اینم از این ماجرا. خب ببینم براتون اینجا چی دارم. خیلی ممنون از دوستانی که برنامه ها رو شیر کردن یا شیر خواهند کرد در بازپخش یا در روزهای دیگه. و اما یورو نیوز درباره ناقل احتمالی این ناقل، هر وقت من کلمه ناقل رو میبینم یاد کلمه ناقلا میفتم، نمیدونم چرا. ناقل این خانمه بوده، میگه که ناقل احتمالی ویروس کرونا به ترامپ و همسرش کیست. این خانمه خیلی هم نزدیک میشد به ترامپ وقتی صحبت اینا میکرد، چون ترامپ میدونی به خاطر عقده‌ای که داره زنا و اینا رو دور خودش جمع میکنه و خیلی بهشون نزدیک میشه و این نزدیکی تا حالا خیلی کار دستش داده. و یکی میگه که مثلا این 750 دلار بیشتر مالیات نداده، ولی 130 هزار دلار داده به یه زنی که تو فیلمای لختی بازی میکرد. یکی میگه این قبل از کرونا هم خیلی جرموفوبیک بود، یعنی از اینایی که وسواس دارن، دست به چیزی نمیزنن، بعد میبینیم که توی سطل کنتاکی فراید چیکن خوراک میخوره، بعد میبینیم که با این زنای تنفروش و هرزه و زنای، حالا اگه یکشون هم بودن فقط با 5 نفر 10 نفر بودن، فقط این بدون هیچ چیز کاندوم یا کاپوت میگفته من سکس داشته باشم بهشون که بهشون پولشون بده. یعنی متناقض چیزاش، تناقض داره، چون یه آدم به اصطلاح دنبال ساینس نمیره، یه جا گیر میده به خدا میگه خدا مواظبش هست، یه جا پارتی بازی میکنه و اینها. خلاصه حالا ببینیم این کرونا چه بلایی به سرش میاره. زنی که مفقود شده بود پس از 2 سال زنده در آبهای ساحلی کولومبیا پیدا شد. اینا را از یورو نیوز براتون میخونم، حتما برید نگاه کنید. ترامپ گفت نتیجه تست کرونای او و همسرش مثبته. این شخصی که همه زندگیش منفی بوده، هرچی پول از باباش گرفته از دست داده، هرچی پول خودش داشته تو ارث و میراث از دست داده، همه بدهکاری و همه منفی منفی منفی، بالاخره یه مثبت تو زندگیش گرفت. و اگه یادتون باشه این انقدر احمقه، چون جای دکترا هم مینوشت، اون دفعه نوشته بود نتیجه آزمایشات، تمام آزمایشات ترامپ مثبته. بهش گفتن خره، معمولا دکتر میگه نتیجه همه چی منفیه، یعنی خوبی، چون اگه مثبت باشه یعنی اون برنده شده. اون باورتون میشد آمریکا به این روز بیفته؟ آمریکا به این روز بیفته؟ حالا افتاده دیگه. خب صدای سحرانگیز جوناس کافمن، که اینا برای من خیلی مهم نیست، من دنبال آهنگ و ماهنگ و اینا نیستم، با رأی دادگاه دختر ناخواسته پادشاه پیشین شاه دخت بلژیک شد. یه خانمی با من تماس میگرفت چند سال پیش، فکر کنم با اون آقای حسن عباسی هم تو فرانسه تماس گرفته بود، و ایشون میگفت، ادعا میکرد که دختر گوگوش هست و شاه. من بهش گفتم خب شما برو، گوگوش که زنده است میتونن که دی ان ای بکنن. و میگو نه، به من میگن دیوونه است یا اینها، ولی یکم که صحبت کرد یه جورایی هم دیدم به اصطلاح بله. خب
آیا قاضی منتخب ترامپ درباره سقط جنین همانند فقهای اسلام فکر میکند؟ بله، ایشون هم میگه این جنین ها مهم نیست سنشون چقدر باشه و اینا یه آدمن، یه انسانن، قتل نفس فلان بیسار اینا. و جالبتر این که این خانومی که میخواد قاضی بشه و اگه کووید به اصطلاح همه چی رو به تاخیر بندازه، ممکنه نشه فعلا رأی اعتماد این هم به تاخیر بیفته، این یه مدتی هم وکیل مجاهدین بوده و مجاهدین میدونید با اون پولای بادآورده‌ای که داشتن و این آقای جعفر علیزاده، اینجا تونستن یه افرادی رو، افراد چه میدونم دست سوم چهارم اقتصادی و سیاسی و قضایی و اینا، این خانمه بله نوشته آیا قاضی منتخب ترامپ درباره سقط جنین همانند فقهای اسلام فکر میکند؟ حالا اگه یه چی بهتون بگم شما ممکنه باورتون نشه، همین آخوندهای عقب افتاده الان از لحاظ استیم سل و اینها، اون چیزهای بنیادی، سلولهای بنیادی، خیلی از زمان جورج بوش جلوتر از اینا هستن و اونا قبول کردن و به این خاطره که یک جرایی های یک چیزایی تو ایران انجام شده و میشه که هنوز خیلی از کشورهایی که کاتولیک هستن و اینها اینو اجازه نمیدن. خب ببینیم دیگه اینجا براتون چی گذاشتیم. این ایرانیان تیوی، بله، در رابطه با همین ماجرای ضیاء آتابای و پسرش و اینها، آقای نادر رفیعی یه ویدیویی درست کرده که ضیاء نتونست صحبت کنه و من وقتی داشتم ویدیو رو نگاه میکردم یه ویدیویی باز از ضیاء دیدم که زمانی که آمریکا میخواست پول بده، این بنده خدام هول شده بود، آمده بود یه پولی بگیره، همون زمانی بود که من رو هم استخدام کردن به عنوان فیلم بردار، رفتم اونجا فیلمم گرفتیم، فیلم ما رو هم گرفتن و چون ما اعتماد کردیم نگفتیم پولو بده تا اینو بدیم، فیلم رو دادیم، فکر کردیم پولمونو بهمون بعدن آقای امیدوار میده یا ضیاء آتابای میده، $600 پول ما رو هم کشیدن بالا. بعد گویا دولت هم به اینا پولی نداد و جالب اینه که آقای ضیاء حتی به این مردک دیوانه است، کلاب 700 چیه، پم یا پت، پت رابینسون فکر کنم باشه، بذارید عکسشو بهتون نشون بدم، حتی با اینم یه مصاحبه داشته و من نگاه کردم گفتم خیلی مسخرن که ضیاء از دست به اصطلاح آخوندا، ببینید از دست اون آخوندا به این آخوند تندرو، آخوندی که اینم میدونید مثلا توی هیتی وقتی زلزله اومد میگفت که اینا شیطون پرستن به همین خاطر زلزله اومده. برید اینو نگاه کنید، این آقا رو ضیاء که دیگه وضعش معلوم، بدبخت چه حال و روزی داشت، حالا با از دست دادن پسرش چه حال و روزی داره، اون دیگه بیخیال، ولی برید اینا رو نگاه کنید و برید ببینید همه اینا اون موقع ادعا میکردن ما 3 ماه تا 6 ماه دیگه پیروز میشیم اگر تلویزیون اون اینجور اونجور، درست آقای نیساری همین حالی رو که شما و آقای آبتین دارین، بهرام آبتین دارید، به خاطر اینکه الان میتونید با 50 نفر 100 نفر 300 نفر تماس بگیرید، اینا هم یابو ورشون داشته بود و فکر میکردن اگه فردا بگن مردم بیاین همه میان، در صورتی که ما دیدیم وقتی حتی شعار رضا شاه روحت شاد رو گفتن، بعد دوباره هم رضا پهلوی و دیگران آمدن گفتن که فلان روز بیان شاه عبدالعظیم، هیچ کس نرفت. یعنی نمیخونه، اینجوری عمل نمیکنه. شما برید اونجوری که عمل کرده و جواب داده اون راه ها رو انتخاب کنید، نه این راه هایی که به هیچ جا نمیرسه. خب اینم از این ماجرا. و من امروز چون نیم ساعت میخواستم با آقای فرزاد نیساری صحبت کنم، حقیقتش مطالب زیادی نیذاشتم اینجا، ولی اینقدر اخبار در دنیا سریع میاد و میره که آدم نمیدونه، مثلا فکر میکنه این جنگ قره‌باغ و ارمنیا و آذربایجانیا مثلا مال 2 سال پیش بوده، در صورتی که تا دیروز بود جنگ قره‌باغ با 95 کشته، شورای امنیت نشست اضطراری برگزار میکند، از اون ور گزارش اختصاصی یورونیوز سالانه چقدر مواد مخدر در ایران مصرف میشود، بعد دامپزشکان آمریکا به دلیل بدرفتاری با حیوانات مانع بازگرداندن
15 طول سگ به اردن شدن. یک خبر خوب، یه دوستی بود آقای حسینی اگه اشتباه نکنم، این تو کار اتفاق خانم ایروانی هم، خانم نیر قربانی هم بهشون کمک کرد و اینها. الان دیدم که حتی سگایی رو که تو ایران هستن از شلتر خوبی که درست کردن به کشورهای خارج هم میفرستن. اگه شما کشور خارج هستین و میخواین سگ ایرانی داشته باشین، حالا گربه ایرانی معروفه، پرژن کت، ولی یادتون باشه تو ایران یه سگی بود به نام سگ گله. این سگا همون استرالیان شپرد هستن و خیلی باهوشن، خیلی سریع و پرحرکت، ولی نرید مثلا اینو بگیرید برای تو آپارتمان، بیچارتون میکنه. ببینید چه کار میخواین بکنید، کجا هستین، اگه مزرعه ای دارین، فنسی دارید و اینها، در صورت با این دوستونم تماس بگیرید. طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا، 3 دیدگاه در مواجهه با بحران پناهجویی. میدونید که بازم یه عده دیگه پناهجو آمدن توی فرانسه. افتتاح یک کافه در عربستان سعودی برای کسانی که سگ دارن. عربستان سعودی هم با سرعت خیلی زیاد داره جلو میره، حالا کجا میرسه، به کدوم در دیوار میزنه بعدن معلوم میشه. بر اثر انفجار بمب کنار جاده در دایکندی افغانستان 14 نفر کشته شدن. اینم ماجرای افغانستان و این ماجرا. و اما وزیر خارجه آمریکا رفت روم، ولی پاپ درخواست دیدار پامپئو رو رد کرد، چون پاپ میدونه که اگه پامپئو رفت دیدارش، فردا میاد میگه اینا هم حتی به اصطلاح این کارهایی رو که ما انجام میدیم تایید میکنن. در صورتی که این پاپ با وجودی که سابقه بسیار بدی داره کلیسای کاتولیکا و اینها، پرونده سیاهی دارن، ولی بارها اومده گفته این کارهایی که میکنید درست نیست. حتی به ترامپ گفت این بچه‌ها رو که نگه میدارید جدا از مادر و پدرشون درست نیست. و دوستان همه چی میگم خبرها به صورت میگذره، همه چی کم بود که حالا یک کتابی هم آمده به نام ملانیا and me not me، ملانیا and her، ملانیا و دوستش، دوستش نوار گذاشته ضبط کرده. و ببینید این خانم ملانیا که انگلیسیش انقدر بده، تو فوش دادن چقدر سریع هست. اگر دوستان بتونن یه لینکی برای اون کتاب ملانیا and me بذارن و ببینن. البته خود این خانمه الان توی دردسر قانونی افتاده، چون میگن صدا ضبط کردن همیشه قانونی نیست. من خودم یادم سالها پیش یه نفر تصادف کرده بود به ماشین ما، به رانندمون گفته بود خب من پول میدم. راننده ما آقا رضا بنده خدا چیزاش آورده بود، بعد که من زنگ زدم گفت نه اون اومده زده به ماشین من. گفتم آقا تو همه اینا رو دادی، خودت گفتی فلان نه. بعد من رفتم یه دستگاه خریدم که اون موقع از رادیو شک خریدم، $5 میذاشتی رو تلفن ضبط میکردی. وقت خواستم این کار انجام بدم، دوستان گفتن که این کار در ویرجینیا غیر قانونیه، مگر اینکه تو به طرف بگی که من میخواد صدات ضبط کنم، که تو هم بگی چیز نمیشه. هنوز تا هنوز اونو دارم و گاهی وقتی میبینم چیز ساده ای ساخته بود، میزدیش توی ضبط صوت، میزدیش به پشت گوشی و اینجوری یه چیز مکشی هم داشت که فشار میدی به شیشه میچسبه، به پشت گوشی میچسبید چون صدای اونو میخواستی ضبط کنی. در صورت اینم یادی از رادیو شک. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان حاضر به دیدار با مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا نشده است. واتیکان درخواست ملاقات وزیر خارجه آمریکا را رد کرده و میگوید پاپ در جریان کارزارهای انتخاباتی با سیاستمداران را به حضور نمیپذیرد. همزمان مقامهای ارشد واتیکان با رد انتقادات اخیر آقای پامپئو از توافق کلیسای کاتولیک با چین گفتند به نظر میرسد سخنان او بهره برداری تبلیغاتی در سیاست داخل آمریکا دارد. ماجرای چین خیلی بغرنجه. از اون ور مثلا شما میتونی به دولت ایران بگی شما که با چین انقدر دوستین، این چینیا که این بلا رو سر مسلمان آوردن، الان یک کمپ 1 میلیون نفری دارن از اینا، چرا اونجا خفه شدید، ساکت شدید؟ از اون ور آمریکا وقتی که ماجرای هنگ کنگ بود چرا خفه شده بودن؟ هر جا که به نفعشون باشه ساکت میشن و خفه میشن. خب ما برای که مشکلاتی برامون پیش نیاد، اجازه بدین که بریم سراغ آقای لادن و از ایشون تشکر میکنم که ما
هر وقت دعوت کردیم و ایشون هم وقت داشتن آمدن و با ما بودن. آقای لادن ببینم که این صدا خوبه. بله ایشون هم هستن، بسیار عالی، تصویرم عالی. دوستان عزیز سلام میکنم به آقای لادن، بهشون خوش آمد میگم و ممنونم که با ما هستند و خوشحالم. مقاله‌ای که ایشون نوشتن روی گویا است و خواننده‌های بسیاری اونجا دنبال میکنن و توی گویا شما میتونید به صورت مثبت و منفی نظر بدید، که البته بعضی وقتا من گیج میشم که مثبت به اون نوشته است یا مثبت به درصد. یکم به نظر من باید چویس های بیشتری یا گزینه های بیشتری بذارن. آقای لادن خیلی ممنون که با ما هستید. اینها چند روز پیش دقیقا دوشنبه آقای رضا پهلوی یه بار دیگه پیامی در مورد اتحاد و اتفاق و نجات ایران فرستاد و مقاله پریروز شما در پاسخ به پیام رضا پهلوی این بود که هیچ یک از ما مشکلی با اتحاد اتفاق نداریم. حالا شما لطف کنید بگید که پس مشکل در چیست؟ بیشتر توضیح بدید درباره این مقاله و اینکه مشکل در چیست. درود بر شما جناب سوری، بر بینندگان تلویزیون مردم و همیهنانمون. خوشحالم که فرصتی در کنار هم باشیم. همینطور که به درستی اشاره کردیم، نه تنها مشکلی با اتحاد و اتفاق نداریم، بلکه هممون، هر ایرانی برای نجات میهنش تلاش میکنه. آقای رضا پهلوی 40 سال مصاحبه کرده، بیانیه و پیشنهاد داده، گهگاهی هم یه گروهی رو راه انداخته یا با یه گروهی همراه شده و پشتیبانی کرده، ولی همه نافرجام و بی نتیجه بوده. این تکرار مکررات منو به یاد یه فیلمی انداخت که 20 سال پیش تو آمریکا ساختن، اسمش بود گراند هاگ دی. گراند هاگ به اون موشای صحرایی میگن. ساکنان یه شهر کوچیک در ایالت پنسیلوانیا باورشون اینه و میگن که وسط زمستون یه موش صحرایی خرمایی از بونش میاد بیرون و چنانچه سایه خودشو اینطوری ببینه یا اونطوری ببینه میفهمه که 6 هفته دیگه زمستون ادامه داره و بعد برمیگرده تو لونش، یا اگه به سایهش بهش بگه که هوا خوبه دیگه نمیره تو لونش. داستان این فیلم روز گراند هاگ این بود که تمام روزها تکراری همون روز گراند هاگ بود، یعنی فردا مثل امروز بود، پس فردا مثل امروز بود، یعنی همه چی تکرار مکررات. برای این بود که من وقتی پیام ایشون رو دیدم یاد این فیلم افتادم که تکرار مکررات. پرسه میشه من اینه که مگه چند دفعه میشه در مورد اتحاد و اتفاق حرف زد؟ چند سال میشه و چند جور میشه نوشت تفاوتاتون رو کنار بذارین، روی توافقها تمرکز کنیم؟ شاید او در این تصوره که مسئولیت داره پدیده سلطنت رو زنده نگه داره، برامرین موظفه که هر از گاهی اظهار وجود بکنه. وگرنه مگه امکان داره شخصی ده ها بار یه حرفی رو بزنه، یه حرکتی رو بکنه، همیشه بی نتیجه باشه، ولی باز دوباره همون رو تکرار کنه؟ هدف پاسخ نوشتن من نه ذکر مصیبت بود و نه ایرادگیری از این آقا. هدف من این بود که
تلنگر بزنم، که خود آب سرد بپاشم به ایشون، به امید اینکه کار رو یه سره بشه، یا بیداری و دگرگونی این آقا، یا کنارگیری و رها کردن یقه مردم. چون این پیام ها و بیانیه ها در ادامه پراکندگی اپوزیسیون و دستبندی های موافق مخالف نقش داره و حد اقل اینه که یه عده رو سر کار میذاره. مشکل بعدی اون جایگاه و پایگاهیه که رضا پهلوی برای خودش قائله و عده ای کمدان و گمراه که همیشه دنبال بت‌سازی و بت‌پرستی هستن برای او قائلن. برای مثال نگاه میکنیم به گروه فرشگرد و پروژه ققنوس از مقاله‌ای که 14 ماه پیش منتشر کردم. فکر کنم این حرفی که دارم میزنم، این ادعایی که دارم میکنم باز میکنه. فرشگرد، این از اون مقاله است: گروهی در نشستی با رضا پهلوی به نام شبکه فرشگرد اعلام موجودیت کرد. آنها میگویند 40 تن هستند و شاهزاده رضا پهلوی برایشان نقش محوری دارد. این یکی از اون جمله هاست که خدمتون گفتم، مقام و جایگاه، نقش محوری. شعارشون هم همون شعار نظام خودکامه آریامهریه که بود: مبارزه با ارتجاع سرخ و سیاه. از دید من جالبه که این گمراهان نه چیزی از گذشته آموختن و نه در رفع مشکلات اون سیستم شکست خورده به پا خواستن، بلکه باورشون اینه، باز این به نظر من خیلی جالب، که همه چیز در حکومت شاه کامل و درست بود و رژیم شاه کوچکترین مشکلی نداشت، فقط مشکل این بود که یک مردم نمک نشناس که خوشی زده بود زیر دلش. این گروه اینطوری وارد صحنه مبارز شده. و اما معنی فرشگرد یعنی بازسازی، بازگشت به گذشته. گفتم پروژه ققنوس، این دومیش پروژه ققنوس. ققنوس یه پرنده افسانه‌ایه که قرنها زندگی میکنه، سپس دست به خودسوزی میزنه و از میون این خاکستر دوباره سر در میاره. از دید من انتخاب نام ققنوس جالبه، برای اینکه شباهت داره به سلطنت‌های دیکتاتوری و خودکامه و فردی در میهنمون. حکومت‌هایی که مانند ققنوس قرن‌ها همه چیز در اختیارشون بود تا اینکه در پایان خودکامگی و مطلق‌گرایی نابودشون کرد. تنها ارمغانشون برای ایران و ایرانی همون خاکستریه که از ققنوس به جا میمونه، یعنی کشوری عقب مانده، ملتی درمانده و فرهنگی آسیب دیده. پروژه ققنوس از دید من از آغاز با یک تضاد و دوگانگی شدید روبرو بود. نخست جلسه رسمی و معرفی سازمان از طرف رضا پهلوی انجام گرفت. رئیس پروژه ضمن صحبت‌هایش گفت، ببینید خیلی جالب، میگه ما یک سازمان علمی مستقل هستیم، ولی در پاسخ به یک پرسش که خبرنگار ازش میکنه، میگه خبرنگاری میگه رابطه شما با رضا پهلوی چیست؟ رئیس پروژه پاسخ میده که شاهزاده رضا پهلوی مبتکر ققنوس هستند، سرچشمه این برنامه هستند و سالهای سال به این فکر بودن. در ادامه میگه ما همیشه، این به نظر من بد گذاشت تو گیوم، ما همیشه از رهنمودهای ایشان بهره‌مند خواهیم شد. باید از این علمای مستقل، چون ایشون گفتن که یک گروه متخصصهای مستقل هستن، باید از این علمای مستقل پرسید رضا پهلوی چه تخصصی داره که دانشمندان و متخصصان ایرانی باید همیشه از رهنمودهای ایشان بهره‌مند شوند. سپاسگزارم.
اون قسمت آخری که اون پرنده همین فینکس ایناست دیگه تبدیل میشه به خاکستر رو گفتید، ولی از خاکستر دیگه پرنده تا امروز نیومده و این رو ای کاش دوستان به اصطلاح طرفدار رضا پهلوی متوجه بشن. و اجازه بدین که من چون شما اشاره کردید که رضا پهلوی کاری که انجام داد تکرار مکررات و بی‌نتیجه بودن این پیام بود که 40 سال گذشته هم همین کار رو کرده، حالا سوال این میشه که اگر رضا پهلوی پیام نفرسه و بیانیه نده چی کار باید انجام بده؟ پیشنهاد شما چیه؟ سپاس گذارم. بر این که پیام اتحاد و اتفاق رضا پهلوی یک معنی و مفهومی پیدا کنه و تنها حرف و شعار نباشه، به نظر من نخست باید این اتحاد و اتفاق رو بین پشتیبانان خودش به وجود بیاره، یعنی یه چیزی رو میتونه به بقیه مخ نشون بده، به نمایش بذاره، تواناییش رو به نمایش بذاره. پشتیبانان رضا پهلوی مانند بقیه فرقه‌گراهای یک بعدی چپ و راست کمدان و انعطاف ناپذیرن. اونا به جای گفتگوی آگاهانه مستند و منطقی مانند الگو و مرشد بیمخشان شعبان تاج بخش با توهین و تهمت و فحاشی رفتار میکنن. پرسشی که برای رضا پهلوی مطرحه، چنانچه شما قادر نیستی و نمیتوانی پشتیبانان خودت رو متحد کنی، چگونه میخوای گروه های سیاسی با دیدهای گوناگون رو همراه و همراه همگام کنی؟ پشتیبانان شما با الهام از سخنان و نوشته های شما هنوز تکلیف خودشونو با انقلاب مردمی 57 مشخص نکردن. هنوز میلیون ها ایرونی که برای استقلال ایران، عدالت اجتماعی و آزادی سیاسی برپا خواستن رو زیر پرسش میبرن و دشمن میخونن. برای مثال یکی از این گمراهان کمدان، ببینین چی مینویسه، دو تا جمله بیشتر نیست: 57 این پسران لبو فروش، این فسیل های سیاسی و این مزخرفات. ادامه داره، من پرسشم اینه، خب با چنین دید مغرضانه و یبودی و برپایه و اساس چنین اندیشه‌ای چگونه میخواین اتحاد به وجود بیارین وقتی که مردم رو بهشون توهین میکنین و زیر سوال میبرین؟ یعنی میخواین با کوچیک کردن مردم و تو سرشون زدن، توهین به شغلشون چون حالا یه نفر لبو فروشه یا طبیله رو تمیز میکنه، با بیاین واقعیت ها رو وارونه نشون بدین، باورهای استقلال و عدالت اجتماعی رو مسخره کنین، و بالاخره این دیگه واقعا اوجشه، تهاجم به هممیهنانمون به خاطر سنشون. خب اینطوری میخواین اتحاد و اتفاق به وجود بیارین؟ یا اینکه منظور هدفتون، منظور هدف اصلیتون حذف دگراندیشه و بس؟ این نوع اندیشه اوج از دید من کمدانی و تبعیضه. تمام شغلایی که تو جامعه مورد نیازه و همه کسانی که برای امرار معاش تلاش میکنن رو باید محترم شمرد. خب تعداد قابل توجهی از شخصیت هایی که در انقلاب شرکت داشتن کسانی بودن که از مشکلات میهنمون آگاهی داشتن، به جای بیتفاوتی و تماشاچی بودن به پا خواستن و برای نجات کشورشون تلاش کردن. این بهترین نشونه شعور و شهامت اوناست. اینکه انقلاب از سوی آخوندا قصف شد، به کجراهه مذهب کشیده شد و به چاه فقاهت سقوط کرد، ربطی به درستی و حقانیت انقلاب نداره. در زمینی که آدم باید یا خود عادل باشه
پس از گذشت 42 سال اکثریت این هممیهنانی که تو اون انقلاب شرکت کردن سنشون در حدود 70 سال. در کشورهای پیشرفته میان از دانش و بینش این اشخاص سال خورده برای آموزش و پرورش نوجوانان بهره برداری میکنن. دولت ها میان از این نوع اشخاص برای کارهای مملکتی اینا رو به مشورت میطلبن، ازشون کمک میگیرن، از آگاهی و تجربیاتشون بهره مند میشن. در پایان آیا فرح دیبای 80 ساله رو فسیل میدونین و حذف میکنین؟ سپاسگزارم. ممنونم از شما. شما اشاره کردیم به پشتیبانان رضا پهلوی که با الهام از سخنان و نوشته های او هنوز تکلیف خود را با انقلاب مردمی 57 مشخص نکردند. حالا سوال اینه که سلطنت طلبان چه الهامی از رضا پهلوی گرفتند و پیشنهاد شما به او چیست؟ خود من سالها پیش توسط یکی از اونایی که تو دفترش رفت آمد داشت پیشنهاد کردم همین حرف شما رو که اول از طرفداران خودت شروع کن، به اینا آموزش بده و یک نوشته ایرم بفرست، چون هی به من نگفتن آقای سوربی اینایی که برنامه شما زنگ میزنن به خدا طرفدار پادشاهی نیستن، اینا مامورای آخونده هستن، که گفتم شما یه نوشته از آقای رضا پهلوی بگیر که من وقتی اینا چیز میکنن بذارم که به طرف بگم آقا طبق گفته رضا پهلوی شما مزدور آخونده هستید که این کارو میکنید، که میاین به هر کس و ناکسی، به هر کسی با هر سن و سالی توهین میکنید. خود من روزانه اینجا چند تا از اینا رو دارم، 57 تا میگم. اون موقعی که شاه ترسو شما برای سومین بار از مملکت فرار کرد، من و افراد هم سن و سال من توی گروه حکومت نظامی بودیم و داشتیم خدمت میکردیم. همون موقعی که شما و همین فرخانمی که شما اسم بردید جواهرات ایران رو با هواپیما دزدیدن آوردن، که خودش توی مصاحبه هاش میگه جواهرات ما رو یه هندی کلا گذاشت سرمون دزدید برد، که یکی سوال نمیکنه شما که برای معالجه آمده بودید، کسی که جواهرات رو به خودش نمیبره بیمارستان وقتی میخواد، اونم چند نمیدونم چمدان و اینها. بفرمایید که سلطنت طلبان چه الهامی از رضا پهلوی گرفتن و پیشنهاد شما به اونا چیه؟ حتماً 7 سال پیش رضا پهلوی تو پیام نوروزیش اینو نوشته، میگه که 34 سال از وقوع انقلاب سیاه 22 بهمن 1357 میگذرد. من همون موقع یه دونه مقاله نوشتم و در این مورد که در پاسخ به این پیام پرسیدم، میخوام این چند جمله رو برای بیننده ها بخونم. پرسش من از ایشون بود که آیا این انقلاب سیاه همان انقلابی است که میلیون ها ایرانی بر علیه خودکامگی رژیم، نابرابری در مقابل قانون و فقدان عدالت اجتماعی ماها در اعتصابات و اعتراضات سراسری شرکت کردند، کتک خوردند، زخمی و بازداشت شدند و تعدادی نیز به شهامت به معذرت میخوام به شهادت رسیدن، یا این انقلاب سیاه زمانی است که محمد رضا شاه خطاب به ملت ایران اذعان کرد، این تو گیومس، من صدای انقلاب شما را شنیدم. شاه گفت من آگاهم که به نام جلوگیری از آشوب و هرج و مرج این امکان وجود دارد که اشتباهات گذشته و فشار اختناق تکرار شود. من آگاهم که ممکن است به نام مصالح و پیشرفت مملکت سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود. من به نام پادشاه شما که سوگند خوردهام تمامیت ارضی مملکت، وحدت ملی و مذهب شیعه اثنااشعری را حفظ کنم، بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته هرگز تکرار نشود، بلکه خطاها از هر جهت جبران گردد. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت
یک دولت ملی برای آزادی های اساسی و انجام انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. خب آقای رضا پهلوی، شما تو این پیام نوروزیتون گفتین باز این تو گیوم است. من همبستگی میان هموطنانم را رهایی ایران میدانم. کلید رهایی ایران میدانم. باور من این است که استقرار حکومت مردم و قانون و شایسته سالاری ملت در گرو و تأکید بر یک تفاهم ملی امکان پذیر است. خب آقای رضا پهلوی میدونه که این سخنان زیبا هم هیچ وقت از حد حرف بیشتر نرفت، پیشتر نرفت تا زمانی که حقایق رو انکار میکنی، واقعیت ها رو، واقعیت های موجود رو نمیپذیری. تمام پیام ها و بیانی ها با شکست و ناکامی رو برو میشه. پس از سالها که این بیانی ها تکرار شده همه بی نتیجه بوده، خب فکر نمی کنین که شاید باید یه راه دیگری رو رفت، یه حرف دیگری رو زد، یه کار دیگری رو کرد؟ منظور این نوشته، یعنی منظور پاسخ من، نه ذکر مصیبته، یا اینطوری بگم ذکر مصیبت نیست. من یه پیشنهادی رو در مورد چه باید کرد دادم. میگم که چنانچه شما به سخنانتون در مورد اتحاد و همبستگی باور دارید، چنانچه نجات ایران براتون اهمیت داره و از ارزش قائله براش، باید این اتحاد و اتفاق رو از پشتیبانان خودتون شروع کنی. این موضوع در صورتی، این به وجود آوردن این اتحاد و اتفاق بین پشتیبانان در صورتی امکان پذیره که تکلیف خودتون رو با برخی از واقعیت‌های تاریخی میهنمون مشخص کنید. حقایق رو بپذیرین و به زبون بیارین، یعنی اقرار کنین. اگر چنین کاری بکنین از اعتبار سیاسی و وجهه ملی برخوردار میشین. مولانا کردار آدمیان را باور ایشان، گواه باور ایشان میشمارد، نه گفتار که لاف و گزاف بیهوده تواند بود. سپاسگزارم. ممنونم از شما و من دوست دارم از شما بپرسم نظرتون راجع به این دیبیت یا مناظره روز سه‌شنبه آمریکا چیه و الان با این خبرایی که از کرونا آمده و اینکه دیروز میگفتن اگر ترامپ به موقع ماسک زده بود پیشگیری میشد از کشته شدن یا از بین رفتن 160 هزار نفر. حالا شماره 160 هزار اگه باشه 150 تا 140 تا فرق میکنه. نه میگفتن 80 درصد پیشگیری میشد. کاملا. اولا که به نظر من همینطور که اطلاع دارین، من بیش از نیم قرن توی این سیستم آمریکا زندگی کردم و شاهد ده ها از این انتخابات، از این بحث های انتخاباتی بودم. هیچ وقت چنین فاجعه ای رو ندیدم. یک واقعا یک هیچ چیز انسانی، هیچ راه و روش منطقی توش وجود نداشت. مثل اینکه دو نفر میخوان با همدیگه بجنگن، توهین کنن، همش دخالت میکرد، همش به قول خودمون پارازیت مینداخت. برای اینکه این تنها، میدونین که تو چندتش هیچی نیست، یه سری صفتها رو به کار میبره که عالی، بی نظیر، بهترین، بزرگترین، و غیر از اون چیزی هم بلد نیست و میدونه که با به وجود آوردن کیاس و فشار اشخاص رو از اون خط خود، مسیر خودشون و خط خودشون بیرون میندازه، خارج میکنه.
میخواد به اون وسیله بتونه پوان بیاره. و اما اشارتون در مورد کرونا و نابودی که به وجود آورده، این حرف مخالف و موافق نیست، این حرف متخصص هاست، این حرف کسانی که کارشون زندگیشون روی و تجربهشون روی تحقیقات کرونا است، روی تحقیقات ویروس امراضه. و اینا میگن که چنانچه ماسک این زده شده بود به قول شما تا 80%، بعضی میگن ما بین 70% تا 80% مردم از بین نمی رفتن. حتی آقایی که رئیس CDC هست که بزرگترین مرکز بهداشتیه و ایشون جز تیم ترامپه، ایشون در جلوی مجلس همین مسئله رو بیان کرده، ماسکشو میگیره دستش نشون میده، میگه اگر ما این هممون از این ماسک استفاده کنیم حتی بدون اون چیز آمپول جان برابر بدون واکسن میتونیم به خوبی از این معرکه جان به در ببریم. یعنی اینقدر ماسک کاریه و ارزشمنده. و اما در پایان راجع به این که ساعت 1 صبح ترامپ اعلام کرده که خودش و همسرش مبتلا شدن، حالا که خب ما هیچ انسانی دوست نداره که کسی دیگه مبتلا بشه، از بین بره، مریضی بکشه، بیمارستان بره، ولی متاسفم که بگم این چیز خوبی بود، چون کسی که مسخره میکنه ایشون توی جلسه مباحثه سیاسیش رقیبشون مسخره میکرد که تو 200 متر از یه نفر فاصله داری ماسک گندر میزنی، مسخره میکرد. خب حالا بکش. درسی بگیره، گرچه باور نمی کنیم. و از شما ممنونم، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم به امید روزهای بهتر. سپاسگزارم از وقتی که دادین و برای شما و بیننده هاتون آرزوی آخر هفته خوبی رو دارم. خیلی ممنون. دوستان عزیز، آدرس وبسایت دوستان در اندیشکده هست اندیشکده.net و مشخصات و شماره تلفن واتساپ رو اینجا میبینید. تماس از ایران شماره واتساپ 201-321-295-4796. آدرس ایمیلشون هست اندیشکده@outlook.com. و اندیشکده آگاهی شناخت، باورشون این هست که آگاهی کلید رهایی است و به نظر من هم درست هست، خیلی کوتاه، مفید و مختصر. ممنونم که با ما بودید. برنامه های تلویزیون مردم رو پی میگیریم. روز روزگار بر شما خوش.